کتاب پنجم، مقدمه مترجم. موضوع کتاب در ابتدا اشتراک اموال و خانواده است و بعد به بحث درباره حکومت فلاسفه منجر می‌گردد. چون پیش از این سقراط گفته بود که در میان نگاهبانان زن و فرزند باید مشترک باشند، اینک از او می‌پرسند که قصدش از این سخن چه بود. مضمون جواب او این است که در انتخاب نگاهبانان هیچ تفاوتی میان مرد و زن نباید گذاشته شود، همچنان که در میان حیوانات هم مخصوصا سگها که نگاهبانان گله هستند هیچ فرقی بین نر و ماده نیست. پس قواعد تعلیم و تربیت درباره هر دو جنس باید یکسان باشد و پس از آنکه افراد اهم از مرد و زن به طور مقرر پرورشی یافتند، بهترین آنها باید به نگاهبانی شهر گماشته شود. آنگاه منتخبین باید همه با هم زندگی کنند و هیچ یک از آنها نباید چیزی از آن خود داشته باشد، حتی زن و فرزند. فلسفه این اشتراک هم به این صورت بیان می کند که وقتی در میان نگاهبانان همه چیز از آن همه شد، دیگر موجبی برای حرص و آز و همچشمی و اغراض شخصی باقی نمی ماند و کسی خانه و خانواده نخواهد داشت که منافع عائله خود را به منافع کشور ترجیح دهد، بلکه کلیه نگاهبانان خانواده واحدی را تشکیل خواهند داد و اتحاد شهر از این راه تأمین خواهد شد. اما منظور سقراط این نیست که یک زن در آن واحد بتواند با هر مردی که بخواهد ارتباط داشته باشد و یا بالعکس، بلکه سقراط برای امر توالد و تناسل قواعد سختی قائل است که به کلی با یک چنین آزادی منافات دارد. ظاهرا هدف عمده سقراط حفظ وحدت شهر و پاک نگاه داشتن نژاد است. وی عقیده دارد که وقتی اعضای جامعه نگاهبانان معین شدند، آنها باید بالاتفاق زندگی کنند، اما امر زناشویی آنها باید تابع آیین مخصوصی باشد که با رعایت تشریفات دینی برگزار شود. بدین طریق که سالی یک بار مجلس جشنی برپا شود و در آن مجلس ضمن انجام رسوم مذهبی پیمان وصلت بین مردان و زنان جوان، پرانتز باز مرد از سن 25 تا 55 و زن از 20 تا 40 پرانتز بسته منعقد گردد، به شرط آنکه افراد برجسته از هر دو جنس با یکدیگر پیوند کنند و افراد پست‌تر هم با یکدیگر. ضمناً برای آنکه زمامداران متهم به جانبداری نشوند، این کار یعنی دستور جفتگیری باید به حکم قرعه معین شود. جز آنکه زمامداران باید در امر قرعه کشی چنان اعمال نفوذ کنند که نتیجه مطلوب را به دست آورند، بیان که افراد به خود آنها پی ببرند. باری اطفالی که از جفت‌های مرغوب به وجود آیند در پرورشگاه‌های مخصوص نگهداری خواهند شد، ولی کودکانی که از جفت‌های نامرغوب پدید آیند هیچ گونه مراقبتی از آنها نخواهد شد. همچنین بر زمامداران است که توالد و تناسل را در مورد کسانی که به سنین مجاز جفتگیری نرسیده یا از آن سنین گذشته باشند ممنوع نمایند. اینجا سقراط باز مسئله تربیت جوانان توجه می‌کند و قواعدی درباره طریقه تعلیم فن جنگ و رفتاری که شایسته سلحشوران شرافتمندان است به دست می‌دهد. سپس بحث به موضوع طرز رفتار با دشمن می‌کشد و سقراط اصولی را که لازمه انسانیت و مخصوصاً رعایت قومیت در میان ملل یونانی است ذکر می‌کند. اما حال که از هر جهت پیریزی شهر مطلوب تکمیل شده، سوالی اساسی پیش می‌آید و آن این است که آیا یک چنین شهری عملاً ممکن است به وجود آید یا این همه بحث و تدقیق خیال بافی صرف و صدای بیهوده بوده است؟ جواب سقراط این است که تصور کمال مطلوب در هر حال شایسته مقام انسان است، ولو در عالم خارج چیزی که با آن منطبق باشد یافت نشود. مثلا اگر نقاش تصویر خیالی از زیباترین مرد یا زن بسازد، آیا باید گفت که چون کسی که کاملا با آن تصویر مطابق باشد وجود ندارد، آن تصویر بیفایده است؟ البته چنین نیست، بلکه برعکس میتوان گفت که کمال مطلوب که به عقل درک می شود این حقیقت ثابت است و تعینات عامل کون و فساد که هرگز به درجه کمال نمی رسد و دستخوش تغییر و تبدیل است حقیقت نیست، بلکه شبح و سایه است از حقیقت. باری در این باب که آیا شهر مطلوب تحقق پذیر هست یا نه، سقراط را عقیده بران است که اگر
در وضع حکومت کشور فقط یک تغییر حاصل شود، شهر مطلوب به وجود خواهد آمد. این تغییر عبارت از اصلی است که در میان عقاید افلاطونی شهرتی به سزا دارد و آن این است که مادام که سلاطین فیلسوف نشوند و یا فلاسفه سلطان نشوند، مفاسد کشور و جامعه بشری برطرف نخواهد شد. اما فیلسوف حقیقی کیست؟ آیا هر کس که عاشق دانش و هنر بود فیلسوف است؟ به عقیده سقراط فیلسوف کسی است که علم به حقایق ثابته داشته باشد و نه کسی که به تعینات جهان گذران واقف باشد. بدین نحو در پایان این کتاب بحث درباره علم و جهل و گمان پیش می آید و سقراط نظر خود را به این وصف بیان می کند که علم محیط بر عالم وجود و معقولات است و وقوف بر عالم کسرات و محسوسات در خور عنوان علم نیست، بلکه تصور و گمان است. گفتم این بود آن نوع شهر و حکومتی که به عقیده من می توان آن را نیکو و صالح نامید و این صفات را درباره مردمانی هم که بر طبق همان اسلوب تربیت یافته باشند می توان قائل شد. اما اگر این نوع را نیکو بدانیم، انواع دیگر را باید بد و ناقص بخوانیم، زیرا در آنها عیبی هست که هم در اداره امور شهرها هم در تربیت روحی افراد اثر نامطلوب می بخشد. باری این انواع ناقص را می توان به چهار دسته تقسیم نمود. گفت آن چهار نوع کدامند؟ من می‌خواستم آن انواع را به ترتیب تقدم و تأخر پیدایش آنها بشمارم که ناگاه پل مارکوس که در جایی نسبتاً دور از آدیمانتوس نشسته بود دست خود را دراز کرد و جامعه وی را از بالا یعنی نزدیک شانه گرفته او را به سوی خود کشاند و خود هم به طرف او خم شد و چیزی در گوش او گفت که ما فقط این قسمت از آن را شنیدیم که گفت آیا باید بگذاریم پیش رود یا تدبیر دیگری باید کرد؟ و آدیمانتوس به صدای بلند جواب داد به هیچ وجه نباید بگذاریم پیش رود. من گفتم چه چیز است که نمیخواهد پیش برود؟ گفت صحبت از توست. گفتم از من؟ موضوع چیست؟ گفت موضوع این است که به نظر ما در این بحث تفره زدی و یک فصل تمام را که اهمیت آن کم نبود فرو گذاشتی، زیرا از توضیح آن عاجز بودی و آن موضوع کودکان و زنان بود که همینقدر گفتی همه کس می داند که اینان باید میان دوستان مشترک باشند و گمان بردی که با این سهلنگاری از چنگ ما خواهی گریخت. گفتم ای آدیمانتوس، مگر این مطلب درست نیست؟ گفت چرا درست است، اما درستی آن مانند هر چیز دیگر نیازمند توضیح است تا معلوم شود که این اشتراک که تو قائل هستی چه چیز است، زیرا اشتراک انواع دارد و تو بایستی بیان کنی که کدام نوع را منظور داری. ما مدتی است که منتظریم به این امید که تو بالاخره در باب شرایط زاد و ولد سخن خواهی گفت و توضیح خواهی داد که در این موضوع چه نظر داری و کودکان را که به دنیا می آیند به چه نحو باید بزرگ کرد و خلاصه درباره همه مسائل مربوط به اشتراک زن و فرزند که پیشنهاد می کنی عقیده ات چیست، زیرا ما اطمینان داریم که صحت و سقم نظری که در این باب اتخاذ می کنیم برای جامعه اهمیت زیاد بلکه حیاتی دارد. حال که تو بدون آنکه این مسائل را به خوبی روشن کرده باشی می خواهی درباره یک نوع حکومت دیگر بحث کنی، به طوری که شنیدی ما تصمیم گرفته ایم که نگذاریم تو پیشتر روی، مگر آنگاه که این موضوع را هم مانند موضوعات دیگر تشریح کرده باشی. گلاکون گفت من هم با شما هم رأی هستم. تراسیماکوس هم گفت مطمئن باش که این تصمیمی است که ما به اتفاق آرا گرفته ایم. من گفتم شما از نتیجه حمله‌ای که من می‌کنید غافلید و نمی‌دانید این چه بحث درازی است که درباره اساس حکومت‌ها دوباره آغاز می‌نمایید. من به خود تبریک می‌گفتم که از این مشکل فارغ شده ایم و خوشحال بودم از اینکه این مسئله را مفروغ العند دانسته و به آنچه من درباره آن گفته بودم اکتفا کردیم. حال شما موضوع را از سر گرفته و غافلید از اینکه بدین وسیله بسی مشاجرات خفته را بیدار خواهید کرد. من این را پیش بینی کرده بودم و احتراز من از تجدید این بحث درست از بیم آن بود که مبادا دچار همین زحمت شویم. تراسیماکوس فریاد برآورده گفت مگر تو گمان می‌کنی که ما به قصد کشف سرزمین طلایی اینجا آمده ایم؟ نه، ما برای همین کار مباحثه گرد آمده ایم. من گفتم شکی در این باب ندارم، ولی آخر مباحثه هم حدی دارد. گلاکون گفت ای سقراط، برای مردم فرزانه مباحثه حدی به جز پایان زندگی ندارد. به هر حال از جهت ما نگران مباش و از جوابگویی به پرسش‌های ما خسته مشو، بلکه عقایدت را در خصوص اشتراک زن و فرزند در بین نگاهبانان شهر و همچنین در باب پرورش کودکان از آغاز زندگی تا پایان سنین آموزش برای ما به هر طریق که می‌خواهی بیان کن و چون موضوع تربیت بسیار مشکل است سعی کن که چاره
و تدبیر این کار را خوب بیان نمایی. گفتم عزیزم، تو متوجه اشکال این بحث نیستی و نمیدانی که موجبات شک و تردیدی که طی این مباحثه پیش خواهد آمد بسی بیشتر از آن است که تاکنون گفته‌ایم، زیرا کسی باور نخواهد کرد که عقاید من تحقق پذیر باشد و بر فرض هم که آن را عملی بدانند، در برتری آن نسبت به عقاید دیگر تردید خواهند داشت. پس دوست عزیز، خودداری من از ورود در این بحث به همین علت است، یعنی بیم آن دارم که بگویند عقاید من پندار و خیالی بیش نیست. گفت تردید مکن، چون شنوندگان تو نه کوته فکرند نه متعصب و نه بدخواه. گفتم ای جوان ارجمند، شک ندارم که این سخن را برای اطمینان خاطر من میگویی. گفت آری. گفتم اما اثر آن در خاطر من عکس آن است. اگر من خود نسبت به صحت نظری که بیان خواهم کرد اطمینان داشتم، این تشویق تو به هنگام بود، زیرا وقتی انسان به درستی مطالب خود مطمئن باشد، در پیشگاه مردمان زیرک و دوست میتواند از موضوعات خطیری که بدان دلبستگی دارد با جرأت و اطمینان سخن گوید. اما آنگاه که شخص نظری مانند من با تردید در حال تجسس بیان می کند، وضع خطرناک و متزلزلی دارد، نه از این لحاظ که ممکن است مورد استهزا واقع شود، چون این ترس کودکانه است، اما به این جهت که انسان خود ممکن است از حقیقت منحرف شده و در اموری که اشتباه در آن بسیار وخیم است، هم خود به هم دوستان خود را به اشتباه بیندازد. ای گلاکون، من از درگاه آدراسته خواستارم که از آنچه میگوییم بر من خشم نگیرد، زیرا میخواهم بگویم که اگر انسان کسی را من غیر عمد بکشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در موضوع زیبایی و نیکی و عدالت و قانون فریب دهد. بنابراین بهتر است شخص این بحث مخاطره آمیز را در محضر دشمن آغاز کند، نه در محضر دوسته. در اینجا یه زیر نویس داره. آدراسته یکی از خدایان قهر و انتقام بود. یونانیان اظهار فروتنی و عجب درگاه این خدایان را وسیله تسکین خشم آنها و بخشش تقصیرات غیر عمدی خود می دانستند. ادامه مطلب. باری، حال متوجه شدی که به چه علت اصراری که من می کنی خطاست. گلاکون تبسمی کرده گفت ای سقراط، اگر این بحث ما را به اشتباهی بکشاند، ما از پیش تو را تبرئه می کنیم و اعلام می نماییم که تو از هر گونه قصد کشتن و فریب دادن ما پاک و منزهی. پس مطلب خود را با اطمینان خاطر بیان کن. گفتم راست است که کسی که از تهمت قتل تبرئه گردد، در نظر قانون پاک و منزه است. پس طبعا حال من هم از همین قرار است. گفت بنابراین از این حیث چیزی مانع سخن گفتن تو نمی تواند بود. گفتم پس باید اینک به مطلبی برگردیم که میبایست آن را قبلا در جای خود بیان نموده باشیم، یعنی حال که مردان را از مد نظر گذرانیده و نقش آنان را به خوبی تعیین کردیم، مقتضی است که زنان را به نوبه خود وارد میدان کنیم، علل خصوص از آن جهت که تو این توقع را از من داری. به عقیده من برای مردمانی که بر طبق نقشه ما به دنیا آمده و تربیت یافته باشند، بهترین قاعده نگاهداری زن و فرزند و رفتار نسبت به آنها همان طریقی است که ما از ابتدا به آنها باز نمودیم. منظورم این است که گفتیم مردان باید از روی نمونه نگاهبانان گله تربیت شوند. گفتم راست است. گفتم پس بهتر است از همان اصل پیروی کنیم و برای زنان هم همان طبیعت و همان تربیت مردها را قائل شویم و ببینیم که نتیجه آن را میپسندیم یا نه. گفت چطور؟ گفتم توضیح میدهم. آیا در نوع سگهای پاسبان گله وظیفه سگ ماده این است که مانند سگ نر نگهبان گله بوده و در شکار و کارهای دیگر با سگ نر همکاری کند، و یا باید در خانه بماند و بداند که کاری جز زاییدن و بزرگ کردن بچه از او ساخته نیست و اشتغال به کار سخت و مراقبت گله منحصرا وظیفه سگهای نر است؟ گفت به عقیده من باید از نر و ماده انتظار داشته باشیم که همه کاری را مشترکاً انجام دهند، منتها در این حال باید رعایت ناتوانی جنس ماده و توانایی جنس نر هم بشود. گفتم آیا ما می توانیم حیوانی را به کار حیوان دیگر بگماریم بدون آنکه همان رفتاری را که از حیث تغذیه و تربیت با آن حیوان دیگر می‌کنیم با او هم کرده باشیم؟ گفت این امکان ندارد. گفتم پس اگر ما همان وظایفی را که برای مردان قائل شدیم به زنها هم تحمیل کنیم، باید تربیت مرد و زن یکسان باشد. گفت آری. گفتم ما برای مردها تربیت روحی و بدنی را لازم دانستیم. گفت آری. گفتم بنابراین لازم می آید که زنان هم از این دو نوع تربیت بهره‌مند شوند و فن جنگ را هم بیاموزند و خلاصه بین زن و مرد مساوات باید رعایت شود. گفت آری. آنچه تو گفتی به همین نتیجه منتهی می شود. گفتم ولی اگر از حرف مرحله عمل برسیم، شاید بعضی جنبه های این موضوع به علت مخالفت آن با عادات جاریه به نظر مسک آید.
گفت بلاشک اینطور است. گفتم به عقیده تو جنبه مسخ این کار چیست؟ لابد منظره زنهای برهنه است که در میدان با مردها ورزش خواهند کرد و این منحصر به جوانها هم نخواهد بود، بلکه زنان نسبتا مسن هم بین آنها خواهند بود، همانطور که پیرمردها هم با آنکه پوست بدنشان چین خورده و زشت شده است باز هم از این ورزشهای بدنی لذت میبرند. گفت حقیقتا همین است که گفتی، یعنی با عادتهای امروز یک چنین منظره مضحک خواهد بود. گفتم اما حال که ما بنا را بر اظهار عقیده خود گذاشته ایم نباید از شوخی بزلگویان بترسیم، بلکه باید بگذاریم آنها در باب این ابتکار ما که برای زنها تربیت بدنی و معنوی و خاصه فرا گرفتن فن جنگ و سوارکاری را لازم دانستیم هرچه میخواهند بگویند. گفت حق با توست. گفتم پس اینک که ما در صدد روشن کردن مطلب برآمده ایم، خوب است جنبه زننده موضوع را در نظر بگیریم و خواهش کنیم که بزلگویی معمول خود را کنار گذاشته و جدی شوند و به یاد بیاورند که مدت چندان مدیدی نیست که یونانی ها برهنه شدن مردها را هم کار شرم‌آور و مضحکی می‌دانستند، همچنان که امروز هم اکثر ملل غیر متمدن همین عقیده را دارند، و نیز به یاد آورند که آنگاه که اول اهل کرت و سپس اهل لاستمون شروع به ورزش بدنی کردند، بزلگویان وقت این کارهای بی سابقه را مورد استهزا قرار دادند و به موقع خود بی حق هم نبودند. آیا موافق هستی؟ گفت چرا. گفتم اما آنگاه که مردم از راه تجربه دریافتند که هنگام ورزش برهنه شدن بهتر از پنهان نمودن قسمتی از بدن است، صلاح کار در پرتو عقل آشکار شده قبح منظره برهنگی از میان رفت و از همین مورد معلوم شد که تمسخر جز در مورد اعمال زشت نشانه سطحی بودن فکر است و لودگی و استهزا جز در مقابل سفاهت و رزالت از خرد دور است و همچنین است دلبستگی به هر هدفی جز وصول به خیر محض. گفت بسیار درست گفتی. گفتم به عقیده من لازم است اول ببینیم که آیا افکار ما تحقق پذیر هست یا نه، و سپس این افکار را به دیگران عرضه بداریم تا هر کس خواه اهل مزاح باشد خواه اهل منطق بتواند آزادانه در این باب قضاوت کند که آیا طبیعت بشری به زن اجازه می دهد که در کارهای جنس نر شرکت کند و یا اصولا زن از انجام آن کارها به کلی عاجز است و یا بعضی از آن کارها از زن ساخته هست و بعضی ساخته نیست، و در این صورت اخیر تمرین های جنگی را در کدام طبقه باید محسوب داشت. حال اگر برداشت مطلب ما به این خوبی باشد می توانیم امیدوار باشیم که به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اگر موافق باشی ما می توانیم ایرادات مخالفین خود را بین خودمان ترک کنیم و خود را به جای آنان بگذاریم تا به سنگر خالی از مدافع حمله ننموده باشیم. گفت مانعی ندارد. گفتم پس بیا از زبان مخالفین سخن گوییم. آنها چنین ایراد خواهند کرد که ای سقراط و ای گلاکون، حاجت نیست که دیگران خلاف سخن شما را بگویند، زیرا شما خود در بدو تأسیس جمهوری خیش تصدیق نمودید که هر فردی باید وظیفه واحد داشته باشد، یعنی وظیفه‌ای که به حکم طبیعت شایسته اوست. جواب: آری، ما این را تصدیق نمودیم و چاره‌ای هم جز تصدیق نبود. ایراد: آیا می توان انکار نمود که بین طبیعت مرد و زن اختلاف فاحشی وجود دارد؟ جواب: این قابل انکار نیست. ایراد: پس چون طبیعت آنها متفاوت است، وظایفی هم که بایستی به اقتضای طبیعت برای آنها تعیین نمود ناچار متفاوت است. جواب: بدون شک همین است. ایراد: پس اینک که می گویید وظایف مرد و زن با وجود اختلاف طبیعت آنها باید یکسان باشد، چگونه می تواند مدعی شوید که نظر شما موافق منطق و خالی از تناقض است؟ دوست عزیز، آیا می توانی به این ایراد جواب دهی؟ گفت اینطور بدون فکر قبلی جواب گفتن کار آسانی نیست، اما اگر من با این سوال مواجه شوم از تو خواهش خواهم کرد، پرانتز باز، بلکه همکنون هم این تمنا را از تو دارم، پرانتز بسته، که جواب آن را هر طور صلاح بدانی بیان کنی. گفتم ای گلاکون، این اشکال و بسی اشکالات دیگر را من قبلا پیش بینی کرده بودم، بیم و تردیدی هم که در شروع مباحثه نسبت به قاعده نگاهداری و تربیت زنان و کودکان داشتیم به همین جهت بود. گفت الحق باید اقرار کرد که این مسئله آسان نیست. گفتم راست است، اما باید چاره اندیشید. حال اگر کسی در آب بیفتد، مگر نه این است که خواه در حوض افتاده باشد خواه در میان دریا، ناچار باید شنا کند.
گفت راست است. گفتم ما هم باید شنا کنیم و سعی نماییم در این مباحثه به ساحل رسیم. شاید نهنگی پیدا شود و ما را بر پشت گیرد تا شاید به وسیله معجزه آسای دیگری نجات یابیم. گفت درست میگویی. در اینجا زیرنویس داره اشاره به افسانه آریون است که میگویند در دریا نزدیک هلاک بود که نهنگی او را بر پشت گرفت و به ساحل رسانید. ادامه. گفتم پس ببینیم که آیا وسیله‌ای برای رهایی از این گرفتاری هست یا نه. از طرفی ما تصدیق نمودیم که برای تبایع مختلف باید وظایف مختلف تعیین کرد. از طرف دیگر قبول کردیم که طبیعت زن با طبیعت مرد اختلاف دارد. ولی با وجود این اکنون مدعی هستیم که باید برای این تبایع مختلف وظایف مساوی قائل شد. گمان می‌کنم که ایراد شما بر ما همین باشد. گفت آری همین است. گفتم ای گلاکون، به راستی مجادله قدرت غریبی دارد. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه به نظر من بسیاری مردم برخلاف اراده خود به نام مجادله میافتند و گمان میبرند که وارد مباحثه شدند. اینها از تجزیه و تحلیل منطقی موضوع بحث عاجزند و فقط کوشش میکنند که به کمک سفسطه لفظی خلاف سخن طرف را بگویند. پس مکالمه آنها در حکم مباحثه علمی نیست، بلکه مجادله است. گفت آری، بسیاری مردم این عیب را دارند، اما این نکته چه ربطی به بحث کنونی ما دارد؟ گفتم ربط آن این است که ما هم برخلاف اراده خود در خطر مجادله لفظی افتاده ایم. گفت چطور؟ گفتم ما با سرسختی و تحولی که مخصوص اهل مجادله است به معنی لفظی عبارت پرداخته و میگوییم که برای تبایع مختلف نباید وظایف مساوی مقرر نمود، و حالان که وقتی وظایف مختلف برای تبایع مختلف و وظایف مساوی برای تبایع مساوی قائل شدیم، به هیچ وجه به این نکته توجه ننموده ایم که این اختلاف و تساوی طبیعت که قائل میشویم از چه نوع و این تفکیک تبایع فرع چه اصلی است. گفت راست است که ما نسبت به این نکته توجه نکردیم. گفتم منباب مثل ممکن است ما از خود بپرسیم که آیا طبیعت مردهای بیمو و مردهای مودار مشابه است یا مختلف، و چنانچه چنین نتیجه بگیریم که تبایع آنها مختلف است، آنگاه اگر ببینیم که بیموها اشتغال به کفاشی دارند، باید مودارها را از اشتغال به این حرفه باز داریم، و بالعکس اگر مودارها اشتغال به این حرفه داشته باشند، بیموها را باید از این کار منع کنیم. گفت این کار نامربوطی است. گفتم از چه لحاظ نامربوط است؟ لابد از این جهت که وقتی ما این اصل را قائل شدیم، منظور من تساوی و اختلاف تبایع به معنی مطلق نبود، بلکه فقط آن نوع اختلاف و تساوی را در نظر داشتیم که مربوط به همین مسئله وظایف است. مثلا از همین نقطه نظر بود که گفتیم طبیب و شخصی که استعداد فن طبابت را داشته باشد هر دو طبیعت واحد دارند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم بالعکس، طبیعت کسی که استعداد فن طبابت دارد با طبیعت شخص درودگر اختلاف دارد. گفت کاملا همین است. گفتم علاهازا اگر اصل این باشد که اختلاف طبیعی جنس نر با جنس ماده در استعداد آموختن هنر معین یا انجام وظیفه معینی است، در این صورت باید چنین حکم کنیم که فلان هنر یا فلان وظیفه اختصاص به این جنس یا به آن جنس دارد. ولیکن اگر اصل این باشد که تفاوت آنها فقط در این است که زن میزاید و مرد نطفه میگذارد، در این صورت نمیتوانیم استدلال کنیم که از لحاظ مسئله مورد بحث فرقی میان زن و مرد وجود دارد، بلکه باید در این موضوع پافشاری کنیم که نگاهبانان ما و زنان آنها باید وظایف مساوی داشته باشند. گفت حق هم با ما خواهد بود. گفتم حال خوب است از مدعی خود توضیح بخواهیم که در میان امور شهر چه فن یا وظیفه‌ای وجود دارد که مرد و زن متساویان از عهده آن بر نیایند و استعداد آنها نسبت به آن متفاوت باشد. گفت آری، باید این توضیح را بخواهیم. گفتم شاید از همان قرار که تو لحظه پیش گفتی جواب دهد، یعنی بگوید که بدون فکر قبلی نمیتوان جواب رضایت بخشی داد، ولی اگر مجال اندیشه باشد جوابگویی آسان است. گفت این بد پاسخی هم نیست. گفتم اگر موافق باشی میتوانیم از مدعی خواهش کنیم که دنباله استدلال ما را بشنود، شاید بتوانیم بر او مدلل کنیم که در سازمان شهر کاری نیست که منحصرا اختصاص به زنان داشته باشد. گفت موافق هستم. گفتم پس ما از او خواهیم پرسید که منظور تو از این که میگویی فلان شخص برای فلان کار استعداد دارد و فلان شخص دیگر استعداد ندارد چیست؟ آیا غیر از این است که آن یک موضوع را به آسانی درک می‌کند و این یک به زحمت
آن یک پس از چند درس معلوماتی پیدا می کند به مراتب بیش از آنچه به او آموختند، و این یک پس از مطالعه و تمرین فراوان حتی آنچه را هم که درک کرده نمی تواند ضبط کند، و بالاخره قوای جسمانی آن یک نوعی است که به درک معنویات کمک می کند و قوای جسمانی این یک مانع درک معنویات است. حال اگر بخواهیم شخص صاحب استعداد را از شخص فاقد استعداد تمیز دهیم، آیا قرابتی غیر از این در دست داریم؟ گفت همه کس جواب خواهد داد که قرائن دیگری نمیتوان ذکر کرد. گفتم آیا تو در میان حرفه های بشری کاری سراغ داری که مرد نتواند آن را از هر حیث بهتر از زن انجام دهد؟ البته بعضی کارهای استثنایی هست که زن برای آن استعداد مخصوص دارد و رقابت با زن در آن کارها بیمورد است، مانند پارچه بافی و تهیه شیرینی و مربا، ولی اینها قابل ذکر نیست. گفت راست است که در همه کارها جنس ماده به مراتب ناتوانتر از جنس نر است. البته چه بسا زنهایی که از بسی جهات بر بسیاری از مردها برتری دارند، اما بر روی هم حقیقت مطلب همان است که گفتی. گفتم پس ای دوست، در اداره امور شهر کاری نیست که به زن من حیث زنی یا به مرد من حیث مردی اختصاص داشته باشد، بلکه استعدادها بین هر دو جنس متساویان تقسیم شده است. بنابراین زن و مرد هر دو به حکم طبیعت شریک در انجام همه وظایف می باشند، منتها در همه کارها زن ناتوانتر از مرد است. گفت این قطعی است. گفتم با این وصف آیا شایسته است که ما همه وظایف را به مردان تحمیل کنیم و زنان را معاف نماییم؟ گفت هیچ شایسته نیست. گفتم به عقیده من باید گفت که بعضی زنان برای فن طبابت استعداد دارند و بعضی ندارند، همچنین بعضی زنان برای موسیقی استعداد دارند و بعضی ندارند. گفت بدون شک همین است. گفتم همچنین زنانی هستند که برای ورزش‌های بدنی و جنگ استعداد دارند و زنانی هم هستند که تمایل به ورزش و جنگ ندارند. گفت عقیده من هم همین است. گفتم همچنین بعضی زنان عاشق حکمت و بعضی دشمن حکمتند، بعضی زنان دلیرند، بعضی بزدل. گفت این هم درست است. گفتم پس بعضی زنها برای نگهبانی شهر مناسبند و بعضی مناسب نیستند، مگر نه این است که ما وقتی طبیعت نگهبانان ذکور خود را تعیین می نمودیم صفاتی برای آنها قائل شدیم؟ گفت همینطور است. گفتم پس استعدادی که برای نگهبانی شهر لازم است هم در زن وجود دارد هم در مرد، منتها در یکی ضعیف است و در دیگری قوی. گفت این بدیهی است. گفتم پس ما از میان زنهایی که دارای این استعداد باشند برای مردان واجد همین استعداد همسر انتخاب خواهیم نمود تا با آنها در نگهبانی شهر شرکت کنند، زیرا لیاقت این کار را دارند و طبیعت این گونه زنها و مردها یکسان است. گفت آری. گفتم آیا نباید برای تبایع مشابه وظیفه مشابه مقرر نمود؟ گفت چرا؟ گفتم بنابراین ما اینک پس از مختصر انحرافی به مبدأ بحث برمیگردیم و تصدیق مینماییم که تجویز تربیت روحی و بدنی برای زنهای نگهبانان خلاف طبیعت نیست. گفت راست است. گفتم پس قانونی که وضع نمودیم خواب و پندار نیست، زیرا با طبیعت مطابقت دارد، بلکه رسم عکس آن که امروز به تداول است خلاف طبیعت است. گفت ظاهرا اینطور است. گفتم مگر هدف تحقیق ما این نبود که ببینیم طرح ما عملی و سودمند هست یا نه؟ گفت چرا؟ گفتم عملی بودن آن اینک بر ما روشن شد. گفت آری. گفتم پس آنچه باقی مانده بحث در سودمند بودن آن است. گفت واضح است. گفتم اگر بنا باشد که زنها هم برای انجام وظیفه نگهبانی مجهز شوند، همان تربیتی که برای نگهبانان ذکور قائل شدیم برای زنها هم لازم خواهد بود، خاصه از این حیث که طبیعت زن و مرد را هم یکسان یافتیم. گفت بلاشک همین است. گفتم نکته‌ای هست که می‌خواستم نظر تو را راجع به آن بدانم. گفت آن چیست؟ گفتم آیا تو بین مردها قائل به خوبت هستی یا همه را یکسان می‌دانی؟ گفت نه، یکسان نیستند. گفتم به عقیده تو در شهری که ما تأسیس نمودیم کدام یک از این دو نفر مرد بهتری است؟ آن یک که برای کار نگهبانی به طرز مقرر تربیت شده یا کفش دوزی که هنر کفاشی را آموخته باشد؟ گفت این چه سوالی است؟ گفتم فهمیدم پس مردان جنگی از سایر مردم شهر بهترند. گفت بسیار هم بهترند. گفتم آیا زنهای آنان هم از سایر زنان بهتر نیستند؟ گفت چرا، آنها هم بسیار بهترند. گفتم آیا برای یک شهر حسنی بزرگتر از این هست که هرچه بیشتر زنان و مردانی ممتاز داشته باشد؟
گفت نه، هیچ چیز بهتر از این نیست. گفتم آیا تهیه افراد ممتاز وسیله غیر از همان تربیت روحی و جسمی که تجویز نمودیم ندارد؟ گفت بدون شک همین است. گفتم پس قوانینی که ما برای شهر مقرر نمودیم نه تنها عملی است بلکه سودمند هم هست. گفت راست است. گفتم پس زنهای نگاهبانان باید برهنه شوند، زیرا برای آنان پاکدامنی بهترین ستر عورت است و باید در کار جنگ و نگاهبانی شهر با مردان شرکت نمایند و خود را به شغل دیگری مشغول نسازند. منتها به علت ضعف نوعی آنها بهتر است وظایف آسانتر به زنان واگذار شود. حال اگر آنگاه که زنی به منظور تکمیل اندام خود برهنه شده و مشغول ورزش می باشد، مردی این منظره را مورد تمسخر قرار دهد، درباره او باید چه گفت؟ که خنده وی میوه نارسی است که از درخت عقل چیده می شود، زیرا ظاهراً این شخص از علت خنده و رفتار خود آگاه نیست. در اینجا زیر نویس داره. اقتباس از گفته های یکی از شعرای یونانی است به این مضمون که علمای مادی میوه حکمت را پیش از اینکه برسد می چینند. ادامه مطلب. زیرا ظاهراً این شخص از علت خنده و رفتار خود آگاه نیست. به راستی چه سخن نقضی است که گفتند و همیشه خواهند گفت که آنچه سودمند است زیباست و آنچه زیان آور است زشت. گفت البته. گفتم اینک با قانونی که ضمن این بحث برای زنان وضع کردیم می توانیم بگوییم که از موج اول به سلامت گذشته ایم، زیرا ما به این نتیجه رسیدیم که کلیه وظایف باید بین نگاهبانان ما اعم از مرد و زن مشترک باشد و نه تنها در اثبات این مطلب هلاک نشدیم، بلکه این مباحثه در این حال مدلل ساخت که تدبیر ما هم عملی و هم سودمند است. در اینجا زیر نویس داریم. سقراط در جای دیگر هم خطر مغلوب شدن در مباحثه را به خطر هجوم موجهای پی در پی تشبیه نموده است. ادامه مطلب. گفت به راستی موج هولناکی هم بود. گفتم آنگاه که موج بعدی را ببینی تصدیق خواهی کرد که این یک چندان مهیب نبود. گفت پس بگو تا بدانم که آن کدام است. گفتم به عقیده من اینک در دنبال این قانون و قوانین سابق قانون جدیدی را باید در نظر گیریم. گفت منظورت کدام قانون است؟ گفتم زنهای مردان جنگی بین همه آنها مشترک خواهند بود و هیچ یک از آنها به خصوص با یکی از آنان زیست نخواهد کرد و فرزندان هم مشترک خواهند بود، یعنی نه والدین فرزند خود را خواهند شناخت نه فرزندان والدین خود را. گفت توجیه این قانون و اثبات عملی بودن و سودمندی آن به مراتب دشوارتر از آن قانون دیگر است. گفتم در باب سودمندی آن گمان نمی کنم کسی انکار کند که اشتراک زن و فرزند در صورتی که عملی باشد نعمت بزرگی است. به نظر من بحث عمده در باب عملی بودن آن پیش خواهد آمد. گفت نسبت به هر دو موضوع می توانی به خوبی ایراد کرد. گفتم پس تو این دو موضوع را توأم می‌کنی و حالا که من به این امید که موضوع سودمندی مورد تصدیق تو خواهد بود خود را از یکی از این دو مسئله فارغ می‌دانستم و خیال می‌کردم که فقط بحث در عملی بودن یا نبودن این فکر باقی می‌ماند. گفت من متوجه شدم که تو در صدد گریز هستی، اما نتوانستی خود را خلاص کنی و اینک باید جواب هر دو اشکال را بدهی. گفتم من به این مجازات تن می دهم، اما تو هم با من مدارا کن و بگذار تسامح به خرج دهم و تأسی به کسانی کنم که دچار تنبلی فکری می باشند و وقتی تنها گردش می کنند خود را تسلیم لذت خواب و خیال می نمایند. این اشخاص در صدد تهیه وسایل رسیدن به آرزوی خود بر نمی آیند. از رنج این کار فارغند و نمی خواهند خیشتن را با این اندیشه که آیا آرزوهای آنان تحقق پذیر هست یا نه خسته کنند، بلکه آرزوی خود را انجام یافته می پندارند و باقی تصورات خود را بر همین پایه قرار می دهند و برای دلخوشی خود یکی کارهایی را که پس از تحقق آرزوهایشان انجام خواهند داد از نظر می گذرانند و به این طریق بر رخوت طبیعی نفس خیش می افزایند. اکنون من هم می خواهم به شیوه آنان رفتار کنم، یعنی خود را تسلیم سستی نموده و تحقیق این نکته را که آیا پیشنهاد من انجام پذیر هست یا نه موکول به بعد کنم. اجالتاً می خواهم با اجازه تو عملی بودن این پیشنهاد را فرض کرده وارد این بحث شوم
که زمامداران به چه طریق این عصر را به موقع به اجرا خواهند گذاشت و به این وسیله مدلل سازم که عمل به اصل مزبور هم برای شهر و هم برای نگاهبانان منافع بی‌نظیری در بر خواهد داشت. باری این است موضوعی که می‌خواهم در ابتدا با تو به میان بگذارم. نوبت مطالب دیگر هم بعد از آن خواهد رسید. آیا این روش را می‌پسندی؟ گفت آری. پس بحث را آغاز کن. گفتم به عقیده من اگر زمامداران ما لایق این نام باشند و اگر مأمورین آنها هم مثل خودشان باشند، اینان به طیب خاطر فرمان آنان را به کار خواهند بست و آنان نیز حکمی نخواهند کرد مگر آنکه با قوانین منطبق باشد و در وضع مقرراتی هم که به اختیار آنان گذاشتیم از روح آن قوانین پیروی خواهند نمود. گفت این طبیعی است. گفتم پس تو که قانونگذار هستی باید بین زنان هم مثل مردان انتخاب کنی و تجانس آنها را با یکدیگر حتی امکان رعایت نمایی. اینها با یکدیگر زندگی خواهند کرد، خانه و خوراکشان یکی خواهد بود و هیچ یک از آنها انبالی از آن خود نخواهد داشت و چون در ورزشگاه ها و در مواقع تمرین آمیزش خواهند داشت، به نظر من به حکم ضرورت طبیعی متمایل به جفتگیری خواهند شد. آیا این ضرورت پیش نخواهد آمد؟ گفت البته ضرورت هندسی نیست، ولی ضرورتی است ناشی از عشق که شاید قوه تأثیر و نفوذ آن در عموم مردم بیشتر هم باشد. گفتم راست است، اما ای گلاکون، در یک جامعه سعادتمند کار جفتگیری یا هر کار دیگری را نمیتوان به تصادف واگذار نمود. این خلاف دین است و زمامداران آن را مجاز نخواهند نمود. گفت حقیقتا هم این کار درستی نیست. گفتم پس پیداست که ما باید حتی المقدور زناشویی های مقدس را ترویج کنیم و بایستی ازدواج هایی را که کاملا سودمند باشد ازدواج مقدس تلقی نماییم. گفت این بدیهی است. گفتم اما سودمند بودن زناشویی از چه قرار است؟ ای گلاکون، جواب این سوال با توست، زیرا میبینم که در خانه خود سکای شکاری و پرندگان زیادی از نژادهای زیبا داری. راست بگو، آیا مراقبت در جفتگیری و تخمکشی آنها کرده ای؟ گفت چطور؟ گفتم اولا با آنکه این حیوانات همه اصیل هستند، آیا نه این است که بعضی از آنها بهتر از بعضی دیگر بوده و برتری خود را نشان میدهند؟ گفت چرا همینطور است؟ گفتم آیا تو از نظر تخمکشی همه آنها را یکسان میدانی یا سعی میکنی که حتی امکان از بهترین افراد آنها استفاده کنی؟ گفت از بهترین آنها استفاده میکنم. گفتم آیا برای این کار خردسالها را بهتر میپسندی یا پیرها را و یا آنهایی را که رشد کامل پیدا کردند؟ گفت آنهایی را که رشد کامل پیدا کردند. گفتم اگر یک چنین مراقبتی در کار زاد و ولد نشود، نژاد پرندگان و سگهای تو دچار انحطاط فاحشی خواهد شد؟ گفت آری. گفتم آیا به نظر تو در مورد اسب و سایر حیوانات قاعده دیگری هست؟ گفت این فکر بی اساسی است. گفتم عجبا ای گلاکون عزیز، اگر نوع بشر هم تابع همین قاعده باشد، پس زمامداران ما باید مردان خارق العاده ای باشند. گفت نوع بشر نیز همین حکم را دارد. ولی منظورت چیست؟ گفتم منظورم این است که آنها مجبور خواهند بود داروهای زیادی به کار برند، زیرا برای مردمی که نیازمند به پزشک نبوده و تندرستی خود را از راه پرهیز حفظ می کنند، پزشکی که مهارت او از متوسط هم کمتر باشد کافی است. اما در مواردی که استعمال داروها ضرورت داشته باشد، بدیهی است که پزشک کارآزموده تری لازم خواهد بود. گفت راست است، اما چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری؟ گفتم منظورم این است، به نظر من زمامداران برای حفظ مصالح رعیت غالبا مجبور خواهند بود که به دروغ و نیرنگ متوسل شوند و ما در یک جا گفتیم که این گونه دروغ‌ها مانند دارو سودمند است. گفت اما آن سخن را ما بنابر دلیل متینی گفتیم. گفتم همان دلیل متین که توسل به دروغ و نیرنگ را مواجهه می سازد ظاهراً به خصوص در مورد زناشویی و زاد و ولد مصداق دارد. گفت چطور؟ گفتم بنابر اصولی که تصدیق کردیم لازم است که افراد نخبه جنس نر و ماده حتی المقدور بیشتر و افراد پست حتی المقدور کمتر جفت شوند. همچنین لازم است که فرزندان دسته اول پرورش یابند نه فرزندان دسته دوم، تا بدین طریق ممتاز بودن گله کاملا حفظ شود و از طرفی هم سر این تدابیر باید تنها نزد زمامداران بماند تا
تا حتی‌المقدور از بروز اختلافات در میان گله نگاهبانان جلوگیری شود. گفت: بسیار درست گفتی. گفتم: بنابراین ما مجالس جشنی برپا خواهیم کرد که عروس‌ها و دامادها را دست به دست هم دهیم. در این مجالس قربانی‌ها خواهیم کرد و از شعرا خواهیم خواست که سرودهای مناسبی برای این عروسی‌ها بسازند. تعداد این زن و شویها هم به تشخیص زمامداران واگذار خواهیم کرد. تا حتی‌المقدور با توجه به تلفات جنگ و بیماری و پیشامدهای مشابه دیگر، شماره اهالی شهر را به یک میزان نگاه دارند و به این طریق شهر ما تا اندازه‌ای که ممکن است نه بزرگ شود نه کوچک. گفت: درست است. گفتم: به نظر من باید زرنگی به کار برد و یک نوع قرعه کشی هم ترتیب داد که افراد پست با یک دیگر جفتگیری کنند و تعیین جفت خود را هم تقصیر تصادف صرف بدانند نه تقصیر زمامداران. گفت: البته. گفتم: همچنین جوانانی هم که در جنگ یا کارهای دیگر لیاقت مخصوصی از خود نشان دهند، علاوه بر افتخارات و پاداش‌های دیگر، مخصوصاً اجازه خواهند داشت که با زنان مراوده بیشتری داشته باشند و این خود بهانه خوبی است برای آنکه حتی الامکان فرزندان بیشتری از اینها به وجود آید. گفت: درست است. گفتم: اما اطفالی هم که به دنیا می آیند به مجرد تولد به مأمورین مخصوص سپرده خواهند شد که این مأمورین از میان مردان یا زنان یا هر دو انتخاب می شوند، چون مرد و زن را در انجام وظایف عمومی شریک کردیم. گفت: آری. گفتم: این مأمورین فرزندان افراد نخبه شهر را به پرورشگاه برده و به پرستارانی که در محله جدا و مخصوصی در شهر اقامت خواهند داشت می سپارند، ولی اطفال افراد پست و اطفال دیگران را که با یک نوع نقصی به دنیا آمده باشند، چنان که باید و شاید، در محلی مخفی و دور از انظار پنهان خواهند کرد. گفت: آری. اگر بخواهند نژاد نگاهبانان پاک بماند، چاره جز این ندارند. گفتم: این مأمورین در کار تغذیه کودکان نیز مراقبت خواهند کرد و مادران را هنگامی که پستانهایشان پر شده باشد به پرورشگاه خواهند برد و منتهای مواظبت را خواهند کرد که هیچ یک از آنان طفل خود را نشناسد و اگر عده مادران برای شیر دادن کافی نباشد، دایه خواهند گرفت و همچنین توجه خواهند کرد که مدت شیر دادن هر طفل از حد لزوم تجاوز نکند و مادران را از بیداری شب و انجام وظایف پرزحمت دیگر معاف کرده، این کارها را به عهده پرستار و دایه محول خواهند نمود. گفت: تو برای زنها نگهبانان وظیفه مادری را آسان کردی. گفتم: صلاح هم همین است. باری تحقیق خود را دنبال کنیم. گفتیم که اطفال بایستی از نطفه مردان بالغ و نیرومند به وجود آیند. گفت: آری. گفتم: به نظر من دوره عادی نیرومندی زن 20 سال و مرد 30 سال است. آیا با من موافق هستی؟ گفت: این سالها کدام است؟ گفتم: زن از آغاز 20مین سال تا 40مین سال میتواند برای شهر بچه بیاورد، مرد هم پس از آنکه از بهبهه جوانی گذشت تا سن 55 میتواند اطفالی برای شهر به وجود آورد. گفت: به راستی هم دوره نیرومندی کامل زن و مرد چه از لحاظ بدنی چه از لحاظ فکری همین است. گفتم: پس اگر مردی که از این سنین گذشته یا هنوز به آن نرسیده باشد بخواهد در شهر ما تولید مثل کند، خواهیم گفت که رفتار او مخالف دین و عدل است، زیرا طفلی به وجود می آورد که نطفه او در خفیه منعقد شده، نه به همراهی آیین قربانی و دعا که بایستی در مورد هر ازدواج از طرف کاهن و کاهنه و همه شهر اجرا شود تا از افراد ممتاز و مفید شهر اطفالی ممتازتر و مفیدتر از خود به وجود آید. و حالان که طفلی که این مرد به وجود می آورد جز ثمره ظلمت و شهوت فاحش چیزی نیست. گفت: راست است. گفتم: همچنین اگر مردی که دوره تناسلی او هنوز نگذشته با زنی که سن او مقتضی باشد مقاربت کند، ولی این مواصلت با اجازه زمامدار نباشد، حکم آن مورد هم همین است و طفلی که در این شرایط، یعنی بدون انجام مراسم نامزدی و آیین دینی در شهر ما به وجود آید، در نظر ما حرامزاده است. گفت: بسیار درست است. گفتم: اما وقتی که زنان و مردان از دوره تناسل گذشتند، به نظر من باید مردها را آزاد بگذاریم که با هر کس بخواهند مقاربت کنند، به جز با دختر خود و مادر و نوه و مادر بزرگ خود، و نیز همین آزادی را به زنان هم بدهیم، جز در مورد پسر و پدر و نوه
اما وقتی این نوع آزادی را به آنها می دهیم، باید مخصوصا سفارش کنیم که همه نوع احتیاط به کار برند که بچه ای از آنها به وجود نیاید، ولو نطفه او هم منعقد شده باشد، و چنانچه احتیاطشان مؤثر نیفتد، باید متذکر باشند که شهر ما یک چنین طفلی را نگاهداری نخواهد کرد. گفت این هم پیشنهاد معقولی است، اما اینها به چه وسیله پدر و دختر و خویشاوندان دیگر خود را که ذکر کردی خواهند شناخت؟ گفتم آنها را به هیچ وجه نخواهند شناخت، اما داماد هر کودکی را که در دهمین یا هفتمین ماه بعد از زناشویی او به دنیا آمد، اگر از جنس ذکور باشد پسر و اگر از جنس اناث باشد دختر خود خواهد شناخت، و این اطفال هم او را پدر خود خواهند خواند و فرزندان آنها هم در حکم نوه او خواهند بود و او و زنش را پدر بزرگ و مادر بزرگ خطاب خواهند کرد، و اطفالی که در همان دوره تناسل پدر و مادرشان به وجود بیایند خواهر و برادر خواهند دانست. و به نتیجه چنان که اندکی پیش می گفتیم، اینها از زناشویی بین خود پرهیز خواهند کرد، اما اگر به حکم قرعه مواصلت برادر و خواهر لازم آید و کاهنه معبد آپولون هم آن را تایید کند، قانون این امر را مجاز خواهد دانست. گفت درست است. گفتم پس ای گلاکون، نحوه اشتراک زن و فرزند در بین نگاهبانان شهر از این قرار خواهد بود. حال باید ثابت کنیم که این ترتیب با باقی اصول اساسی نیز سازگار، بلکه به مراتب از آنها بهتر است. آیا نباید چنین کنیم؟ گفت چرا؟ گفتم به نظر من برای اینکه در این باره توافق نماییم، باید اول ملاحظه کنیم که در قواعد تأسیس شهر ما چه چیز را میتوان بزرگترین حسن دانست که باید منظور و هدف قانونگذار باشد، و چه چیز بزرگترین عیب است، و سپس ببینیم که آیا آنچه گفتیم ما را به آن حسن نزدیک یا از آن عیب دور می کند، یا نه. آیا موافق هستی؟ گفت کاملا موافقم. گفتم آیا نمی توان گفت که بزرگترین عامل شهر در یک شهر آن چیزی است که موجب تشتت و تفرقه شهر می گردد، و بزرگترین عامل خیر آن چیزی است که باعث اتفاق و وحدت شهر می شود؟ گفت همینطور است. گفتم اما چیزی که موجب یگانگی است همانا شرکت در شادی و اندوه است، به این معنی که از پیشامدهای خوب حتی الامکان همه مردم شهر به یک اندازه شاد و از پیشامدهای بد به یک اندازه متأثر شوند. آیا غیر از این است؟ گفت نه، همینطور است. گفتم برعکس، چیزی که تفرقه می آورد همانا خودخواهی در شادی و اندوه است، به این معنی که وقتی برای شهر یا افراد واقعی رخ دهد، بعضی دلخون و بعضی دیگر شادمان شوند. گفت بلا شک همین است. گفتم این اختلاف از آنجا ناشی می شود که همه اهل شهر نسبت به شیء واحد متفق القول نیستند، که این از آن من است یا این از آن من نیست، یا این متعلق به دیگری است یا این متعلق به دیگری نیست. گفت راست است. گفتم اگر اکثریت اهالی شهر در مورد شیء واحد متفق الرأی باشند که این از آن من است یا این از آن من نیست، آیا این خود دلیل حسن اداره شهر نیست؟ گفت چرا، دلیل بسیار خوبی هم هست. گفتم شهر منظم از این حیث شباهت تام به فرد دارد. مثلا موقعی که آسیبی به انگشت کسی برسد، مجموع دستگاه جسم و روح که به فرمان حکم واحد اداره می شود، احساس همدردی کامل با عضو مصدوم می نماید، و از اینجاست که می گوییم انگشت آن کس درد می کند. همچنین از حال همه اعضای دیگر، خواه در مورد احساس درد، خواه در مورد احساس افاقهی که بر اثر شفا دست می دهد. گفت آری همینطور است. و چنان که می گفتی شهر منظم شهری است که از این حیث شباهت تام به فرد داشته باشد. گفتم پس اگر برای یکی از مردم شهر واقعی رخ دهد، اما از خوب و بد، یک چنین شهری بیش از همه خود را شریک در احساسات وی نشان خواهد داد و به شادی او شاد و از اندوه او متعلم خواهد شد. گفت از شهری منظم باید چنین انتظاری داشته. گفتم حال وقت آن است که موضوع شهر خود برگردیم و ببینیم که آیا نکاتی که ضمن این مباحثه معلوم شد در مورد شهر ما مستاق دارد یا بیشتر به شهر دیگری مربوط می شود. گفت آری، تحقیق این مطلب لازم است. گفتم مگر نه این است که در شهرهای دیگر مانند شهر ما بعضی فرماندارند و دیگران فرمان بردار؟ گفت چرا؟ گفتم در شهر ما اینها یکدیگر را به نام همشهری می خوانند. آیا اینطور نیست؟
گفت چرا؟ گفتم در شهرهای دیگر صرف نظر از این عنوان همشهری مردم فرمانداران خود را به چه نامی می‌خوانند؟ گفت در بیشتر شهرها مردم فرماندار را مالک الرقاب می‌خوانند، اما در حکومت دموکراسی به همین عنوان فرماندار اکتفا می‌کنند. گفتم اما در شهر ما صرف نظر از عنوان همشهری مردم فرمانداران خود را به چه نامی خطاب خواهند کرد؟ گفت به نام ناجی و پشتیبان مردم. گفتم آنها مردم را به چه نام خواهند خواند؟ گفت آنان را مزده و ناناور خود خواهند دانست. گفتم فرمانداران شهرهای دیگر مردم را به چه نام می‌خوانند؟ گفت برده. گفتم فرمانداران بین خود یکدیگر را به چه عنوان می‌خوانند؟ گفت اعضای طبقه حاکمه. گفتم در شهر ما چه عنوانی برای یکدیگر قائل خواهند بود؟ گفت چوپان یک گله. گفتم آیا میتوان گفت که در شهرهای دیگر حاکم ممکن است با بعضی از همکاران خود مانند دوست و با بعضی دیگر مانند بیگانه رفتار کند؟ گفت آری، این غالبا اتفاق میافتد. گفتم در آن صورت حاکم چه در فکر چه در گفتار خود منافع دوست را در حکم منافع خود تلقی میکند و به منافع دیگران اعتنایی ندارد؟ گفت آری. گفتم اما در میان نگاهبانان شهر ما آیا کسی خواهد بود که با همکاران خود نظر و رفتاری که در خور بیگانگان است داشته باشد؟ گفت هیچ چنین کسی نخواهد بود، زیرا نگاهبان ما با هر کس که روبرو شود وی را مانند برادر یا خواهر یا پدر یا مادر یا پسر یا دختر یا نوه یا جد خیش تلقی خواهد کرد. گفتم بسیار خوب گفتی، اما جواب این نکته را هم علاوه کن. حال که تو در تعیین طرز فکر اینان اشاره به خیشاوندی می نمایی، آیا به ذکر کلمه خیشاوندی اکتفا می کنی یا می خواهی اهالی شهر از هر حیث در رفتار خود لازمه این رابطه را رعایت کنند، به این معنی که نسبت به پدرانشان شرط رعایت احترام و مراقبت و اطاعت را چنان که قانون در این باب مقرر داشته به جا آورند و بدانند که در غیر این صورت مورد تنفر خدایان و مردم قرار خواهند گرفت، زیرا اگر به نحوی غیر از آن که ما گفتیم عمل کنند رفتارشان مخالف دینداری و عدالت است؟ به عقیده من این تلقی نیست که همه اهالی شهر بایستی از ابتدا به گوش کودکان خود بخوانند تا کودکان بدانند که با کسانی که به عنوان پدر یا خویشاوند دیگر با آنها معرفی می شوند چگونه باید رفتار کرد. آیا چنین نیست؟ گفت چرا، این تلقین درست است، زیرا نام خویشاوند به زبان راندن و برخلاف لازمه خویشاوندی رفتار کردن کاری است نامعقول. گفتم پس مزیت شهر ما نسبت به دیگر شهرها این است که وقتی برای یکی از اهالی آن واقعی اهم از خوب یا بد رخ دهد، همه مردم شهر متفقاً کلماتی که همکنون به آن اشاره می کردم ادا خواهند کرد، یعنی خواهند گفت نیکبختی به من روی آورده یا کار من پریشان شده است. گفت بسیار درست گفتی. گفتم مگر ما نگفتیم که این طرز فکر و تکلم موجب شرکت عموم در شادی و اندوه می گردد؟ گفت چرا؟ درست هم گفتیم. گفتم پس در شهر ما نفع هر یک از افراد نفع عموم است و نفع مشترک خوانده می شود و همین وحدت موجب آن است که افراد در اندوه و شادی یکدیگر کاملا شریک باشند. گفت البته. گفتم اما این نتیجه از کجا پیدا می شود؟ البته از اصولی که در تأسیس شهر خود مقرر داشتیم و مخصوصا از اشتراک زن و فرزند در بین نگاهبانان ما. گفت آری، جز این نیست. گفتم اما آنگاه که ما شهر آراسته را تشبیه به بدن کردیم که رنج و راحت هر یک از اعضای خود را احساس می نماید، تصدیق کردیم که این همدردی بزرگترین حسن شهر است. گفت آری، تصدیق موجهی هم بود. گفتم پس بر ما مدلل گردید که اشتراک زن و فرزند در میان نگاهبانان مایه بزرگترین سعادت شهر است. گفت آری، کاملا مدلل شد. گفتم باید علاوه کرد که ما از اصولی هم که پیش مقرر نمودیم عدول نکرده ایم، یعنی چنان که گفتیم مردان جنگی ما نباید هیچ چیز از آن خود داشته باشند، نه خانه، نه زمین، نه مال دیگر، بلکه باید وسیله معاش خود را از دیگران به عنوان مزد خدماتی که انجام می‌دهند دریافت نموده و آن را به اشتراک مصرف کنند تا به معنی واقعی کلمه نگاهبان باشند. گفت حق هم همین است. گفتم پس باز هم
هم میگوییم که بدون تردید پیروی از قواعدی که پیش از این وضع کردیم و هم آنهایی که اکنون قائل شدیم، اینان را برای انجام وظایف نگاهبانان واقعی کاملا مجهز خواهد کرد و آنها را از رفتاری که در شهر ما جدایی آورد باز خواهد داشت. یعنی نخواهد گذاشت این یک فلان چیز و آن یک فلان چیز دیگر را از آن خود بداند و هر کس مالی را که به عنوان ملک اختصاصی خیش به دست آورده به خانه مخصوص به خود برد و هر فردی دارای زن و فرزندان اختصاصی باشد که موجبات شادی و اندوه انفرادی برای وی فراهم سازند. و حالانکه اگر آنها در موضوع مالکیت متفق القول باشند، همه در راه وصول به هدف واحد خواهند کوشید و تا جایی که ممکن است در احساس رنج و شادی با یکدیگر شریک خواهند بود. گفت راست است. گفتم همچنین طرح دعاوی و اتهامات هم تقریبا به کلی از میان آنها برخواهد خواست، زیرا مال اختصاصی به جز بدن خیش نخواهند داشت و از آن گذشته همه چیز بین آنان مشترک خواهد بود و به نتیجه از همه کشمکش هایی که منشأ آن پول و فرزند و خیشاوند است آسوده خواهند بود. گفت بدیهی است که از این اختلافات مسون خواهند بود. گفتم همچنین موارد تعقیب جزایی هم که از ایراد ضرب و جرح ناشی شده باشد بین آنها پیش نخواهد آمد، زیرا اگر آنها مورد حمله اشخاص همسال خود واقع شوند از خیشتن دفاع خواهند کرد و ما این عمل را مجاز و موجه خواهیم دانست، بلکه آنان را موظف خواهیم کرد که از خود دفاع کنند. گفت البته. گفتم ضمناً این قانون حسن دیگری هم دارد و آن این است که اگر کسی که بر دیگری خشم گرفته غضب خیش را به این طریق فرو نشاند، دیگر احتمال اینکه نزاع آنها عواقب وخیمتری داشته باشد کم خواهد بود. گفت یقیناً همینطور است. گفتم در هر حال اشخاص سال خورده اختیار امر و نهی و تأدیب نسبت به جوانان خواهند داشت. گفت این واضح است. گفتم این نیز مسلم است که جوان به هیچ وجه جرأت نخواهد کرد که پیری را مورد حمله یا ضرب قرار دهد، مگر به فرمان زمامداران و همچنین طبعا هیچ گونه حد که حرمت پیر را مرتکب نخواهد شد، زیرا دو نگاهبان بس است که او را از این کار باز دارد، یکی ترس یکی شرم. شرم نخواهد گذاشت که وی دست به روی کسی دراز کند که به جای پدر اوست و ترس هم این اندیشه را به خاطر او خواهد آورد که کسانی ممکن است به پشتیبانی مضروب درآیند، یکی به عنوان پسر، یکی به عنوان برادر و یکی به عنوان پدر. گفت آری به یقین همین طور خواهد شد. گفتم پس قوانین ما از هر حیث صلح و صفا در میان این افراد برقرار خواهند کرد. گفت آری صلح کامل. گفتم اما اگر اینان بین خود اختلافی نداشته باشند، بیم آن هم نیست که باقی اهالی شهر با آنها و یا بین خود اختلافی پیدا کنند. گفت نه. گفتم ضمناً اینها از یک سلسله معایب کوچکتری هم مسون خواهند بود که از ذکر آن شرم دارم. مثلا فقرا مجبور به تملق از توانگران نخواهند بود. هیچ یک از اینها دچار تنگ دستی و زحماتی که از فراهم کردن وسایل تربیت فرزندان ناشی می شود و اندیشه جمع‌آوری مال برای تأمین مخارج خانه و نگاهداری مستخدمین نخواهد بود و علاوه بر این اشخاص اجباری نخواهند داشت که گاهی وام بگیرند و گاهی بدهی خود را انکار کنند و گاهی به هر طریق که میسر باشد تنخواه فراهم کرده و به زنان و مستخدمین خیش بسپارند. باری ای دوست عزیز، رنجی که مردم از این گونه اندیشه های ناقابل میبرند آشکار است و ذکر آن شایسته نیست. گفت آری به قدری آشکار است که هر کوری هم میتواند آن را ببیند. گفتم مردان جنگی ما که از همه این رنج ها فارغند چنان زندگی سعادتمندی خواهند داشت که حتی برندگان مسابقات های المپی هم در زندگی خود به این اندازه خوشبخت نیستند. گفت چطور؟ گفتم فاتحین میدان های المپی فقط جزء کوچکی از مزایای مردان جنگی ما را دارند، زیرا مقام پیروزی اینها ارجمندتر و مواظبتی که جامعه از آنها می کند کامل تر است. فتح آنها همانا رستگاری همه کشور است و جامعه شهر به جای اینکه تاج و پاداش نصیب آنان کند، برای خود و فرزندانشان خوراک و مایحتاج زندگی را فراهم خواهد کرد و تا آنها زنده اند مورد تجلیل شهر خود می باشند و پس از مرگ هم شهر آیین تدفین آنها را به نحوی که شایسته مقامشان است برگزار خواهد کرد. گفت راست است که افتخارات بزرگی نصیب آنها می شود،
گفتم اگر به یاد داشته باشی در ضمن مباحثه کسی ایراد کرد که ما نگاهبانان خود را خوشبخت نساختیم، زیرا اینها چیزی از آن خود نخواهند داشت و حالان که می توانستند مانند مردم دیگر شهر اموالی دارا شوند. جواب ما از این قرار بود که در جای خود به این موضوع توجه خواهیم کرد، زیرا در آن موقع تنها قصد ما این بود که نگاهبانانی به معنی واقعی کلمه به وجود آوریم و حتی المقدور موجبات سعادت شهر را فراهم کنیم، نه اینکه دسته مخصوصی از اهالی شهر را در نظر گیریم. گفت آری این را به خاطر دارم. گفتم اکنون برگردیم به طرز زندگی مدافعین شهر. اگر ما زندگی آنها را بیشتر و بهتر از زندگی فاتحین مسابقه های المپی بدانیم، آیا به نظر تو میتوان گفت که با زندگانی کفش دوزان یا پیشوران دیگر یا بازیگران قابل مقایسه است؟ گفت به نظر من قابل مقایسه نیست. گفتم بی مناسبت نمیدانم نکته ای را که پیش هم گفتم اینجا تکرار کنم. اگر نگاهبانان ما طالب یک نوع سعادتی باشند که با وظیفه نگاهبانی آنها مطابقت ننماید، یعنی اگر به زندگانی ساده ولی در این حال مطمئنی که به عقیده ما بهترین طرز زندگانی است اکتفا نکنند و در جستجوی خوشبختی فریفته سودای خام و کودکانه شده در صدد آن برایند که با استفاده از قدرت خیش همه چیزهایی را که در شهر یافت می شود از آن خود سازند، در آن صورت به این حقیقت پی خواهند برد که کلام هزیود که می گوید نصف بیش از مجموعه است به راستی کلام حکیمانه است. گفت اگر اینها به پند من گوش دهند به وضع خود راضی خواهند بود. گفتم پس تو این فکر را میپسندی که همه چیز باید میان مردان و زنان مشترک باشد، یعنی همانطور که بیان کردم بایستی در موضوع تربیت و نگاهداری اطفال و سایر مردم شهر بنابر مساوات باشد و زنان چه در شهر بمانند و چه به جنگ روند باید در حفاظت شهر شرکت کنند، در شکار هم باید شریک مردان باشند، همانطور که سگ ماده هم با سگ نر شکار میکند، و خلاصه حتی المقدور باید از هر حیث بین آنها و مردان تساوی برقرار باشد. به عقیده من این معاضدت زن و مرد بهترین رویه است و با قوانینی هم که طبیعت در مورد روابط جنس نر و ماده و انس فطری آنها با یکدیگر برقرار نموده منافاتی ندارد. آیا تو با این نظر موافقت داری؟ گفت آری موافقت دارم. گفتم پس مطلبی که باقی مانده این است که ببینیم آیا آن اشتراکی که در میان موجودات زنده دیگر حکم فرماست در بین افراد بشر هم قابل اجرا هست یا نه، و اگر هست طریقه اجرای آن چیست؟ گفت در اینجا به من پیش دستی کردی، چون من میخواستم همین نکته را به تو گوشزد کنم. گفتم در مورد جنگ حاجت به بحث نیست، زیرا به نظر من پیداست که افراد بشر چگونه عمل خواهند کرد. گفت چه میکنند؟ گفتم نر و ماده همه با هم به جنگ خواهند رفت و از فرزندان خود هر کدام را که دارای توانایی این کار باشند همراه خود خواهند برد، تا اینان نیز مانند اطفال پیشوران کاری را که در بزرگی باید انجام دهند از همان گاه مشاهده کنند و تنها تماشاچی هم نخواهند بود، بلکه می توانند در کارهای جنگی یک نوع خدماتی هم انجام داده و به پدر و مادر خیش کمک کنند. آیا در مورد حرفه‌های دیگر به این نکته بر نخورده و ملاحظه ننموده ای که مثلا پسرهای کوزه‌گران باید مدتی وقت خود را صرف مشاهده کار استاد و اجرای فرمان او نمایند تا بعد بتوانند خود شروع به کوزه‌گری کنند؟ گفت چرا، این نکته را درک کردم. گفتم مگر این است که کارآموزی طفل مستلزم تجربه علمی و مشاهده طرز انجام کار است در مورد کوزه‌گری پیش از نگهبانی شهر باید رعایت شود؟ گفت نه، این سخن از منطق دور است. گفتم از این گذشته هر موجودی در حضور اطفالش با شجاعت بیشتری می جنگد. گفت راست است، اما ای سقراط، در صورت شکست که البته احتمال آن در جنگ بعید هم نیست، خطر این کار زیاد است، زیرا اگر مردان جنگی کودکان خیش را با خود به میدان کارزار ببرند و در آنجا همه با هم هلاک شوند، شهر از این ضایعه دیگر سر بلند نخواهد کرد. گفتم راست میگویی، اما به عقیده تو آیا انسان باید همواره کوشش کند با خطر روبرو نشود؟ گفت نه، ابدا اینطور نیست. گفتم پس چون از خطر نمیتوان گریخت، آیا بهتر نیست که انسان آنگاه با خطر روبرو شود که در صورت موفقیت فوایدی نصیب وی گردد؟ گفت این واضح است. گفت
گفتم اگر کودکانی که یک روز خود مرد کارزار خواهند شد از همان اوان طفولیت با منظره جنگ آشنا شوند، آیا به نظر تو فایده این کار کم است و به خطر آن نمی‌ارزد؟ گفت نه، از این نقطه نظر که میگویی فایده این کار زیاد است. گفتم بنابراین باید کاری کرد که کودکان با منظره جنگ آشنا شوند، ولی در این حال احتیاطاتی هم برای حفظ آنها باید به کار برد تا از این راه منظور کاملا تأمین شود. گفت آری. گفتم اولا پدران آنها تا حدی که برای انسان ممکن است در فن خود ماهرند و در کار لشکرکشی موارد خطرناک را از غیر آن به خوبی تمیز خواهند داد. گفت باید همین طور باشد. گفتم بنابراین کودکان را در موارد کم خطر همراه خواهند برد، ولی در موارد دیگر آنان را در معرض خطر قرار نخواهند داد. گفت درست است. گفتم از این گذشته پدران از میان مردم لایق شهر سرپرستهایی برای اطفال خود تعیین خواهند کرد که با سرمایه تجربه و سالخوردگی بتوانند آنها را راهنمایی و هدایت کنند. گفت این لازم است. گفتم مذالک باز هم می توانیم ایراد کنیم که با همه این احوال ممکن است پیشامدهایی خلاف انتظار رخ دهد. گفت البته. گفتم پس ای دوست، به علت اینکه خطرهای غیر مترقبه لازم است که ما برای کودکان خود از همان اوان طفولیت بال فراهم کنیم تا در مواقع لزوم بتوانند به وسیله پرواز خود را نجات دهند. گفت منظورت چیست؟ گفتم باید هرچه زودتر فن اسب سواری را به آنها بیاموزیم و پس از آنکه در این فن استاد شدند باید آنها را برای تماشا به میدان جنگ ببریم، اما نه بر پشت اسبهای غیور و سرکش، بلکه باید حتی‌الامکان چابکترین و ملایمترین اسبها را برای این کار پیدا کنیم. برای کودکان این بهترین طریقه تماشای صحنه است که سرانجام با آن روبرو خواهند شد. ضمناً مطمئن‌ترین طریقه هم همین است، زیرا در صورت لزوم کودکان می توانند در دنبال سرپرست‌های سالخورده خود فرار اختیار کنند. گفت این تدبیر خوبی است که تو اندیشیده‌ای. گفتم و اما در باب جنگ و روابط مردان جنگی با یکدیگر و طرز رفتار آنها با دشمن چه فکری باید کرد؟ آیا نظر مرا در این باب می‌پسندی؟ گفت نظرت چیست؟ گفتم اگر کسی محل خود را در صف ترک کند یا اسلحه خود را به زمین افکند یا عمل ننگین دیگری از این قبیل مرتکب شود، آیا حق نیست که او را به شغل صنعتگری یا برزگری تنزل دهند؟ گفت چرا؟ گفتم اگر کسی زنده به دست دشمن افتد، آیا حق نیست که او را به همان دشمن واگذار کنند که مطابق میل خود با غنیمتی که به دست آورده رفتار کند؟ گفت چرا؟ گفتم اما درباره کسی که شجاعت خود را به ثبوت رسانیده باشد، آیا سزاوار نیست که در همان میدان کارزار جوانان و کودکانی که همراه لشکر هستند هر یک به نوبت خود اول تاج گلی بر سر او نهند؟ گفت تصدیق می کنم. گفتم بعد هم دست وی را بفشارند؟ گفت این را هم تصدیق می کنم. گفتم اما حالا چیزی می خواهم بگویم که گمان می کنم آن را دیگر نپسندی. گفت آن چه چیز است؟ گفتم خواستم پیشنهاد کنم که این مرد جنگی هر یک از آن جوانان را ببوسد و آنها هم یکی او را ببوسند. گفت برعکس، من با کمال رغبت به این پیشنهاد رضایت می دهم، بلکه این را هم علاوه می کنم که در تمام دوره لشکرکشی اگر او خواست کسی را ببوسد آن کس حق امتناع نداشته باشد، تا چنانچه یکی از مردان جنگی اتفاقا عاشق مرد یا زنی باشد با شوق بیشتری شجاعت به خرج داده و از این حیث گوی سبقت را برواید. گفتم آفرین بر تو. گذشته از اینکه چنان که پیش هم گفتیم این افراد نخبه بیش از دیگران با زنان مراوده خواهند داشت و زنانی از جنس خود آنها برای آنان انتخاب خواهند شد تا از این مردان حتی المقدور اطفال بیشتری به وجود آید. گفت درست است. گفتم اما اگر از هومر پیروی کنیم طریقه دیگری هم برای تجلیل شجاعت جوانان هست. وی حکایت می کند که چون آژاکس در میدان جنگ رشادت به خرج داده بود، منباب تقدیر یک تکه بزرگ از گوشت پشت مازه در سفره پیش او گذاشتند و الحق هم برای تجلیل یک چنین قهرمانی در عنفوان جوانی این کار مورد داشت، زیرا هم نشانه تکریم بود و هم در این حال بر قوای بدنی جوانان می افزود. گفت راست است. گفتم پس لااقل در این مورد از هومر پیروی خواهیم کرد، یعنی ضمن آیین
قربانی و مراسم مشابه دیگر افراد دلیر را بر حسب استحقاق آنان تجلیل خواهیم کرد و به سرود و پاداش‌هایی هم که اندکی پیش بیان کردیم اکتفا نخواهیم نمود، بلکه آن افراد را در صدر مجلس جای خواهیم داد و بهترین خوراکی ها را پیش آنها خواهیم گذاشت و پیاله آنها را پر خواهیم کرد تا در ضمن ابراز تحسین نسبت به مردان و زنان دلیر موجبات تقویت بدنی آنها را هم فراهم کرده باشیم. گفت: پس از این مطلب فارغ شدیم و اما درباره آنان که در میدان جنگ با ابراز شجاعت جان می سپارند اول چنین خواهیم گفت که اینها از نژاد طلایی هستند. آیا اینطور نیست؟ گفت: همینطور است. گفتم: مگر ما این سخن هزیود را قبول نداریم که می گوید آنان که از این نژادند پس از مرگ به مقام ارواح مقدس ساکن زمین می رسند که ارواحی شریفند و دفع شر از آدمیزاد و حفظ نوع بشر کار آنهاست؟ گفت: البته این را قبول داریم. گفتم: پس سپس از لسان غیب سوال خواهیم کرد که در حق این افراد مقدس و ربانی مراسم تدفین را چگونه باید برگزار کرد و چه تشریفات خاصی باید رعایت نمود، آنگاه به انجام هر آیینی که لسان غیب تجویز کند آنان را به خاک خواهیم سپرد. گفت: همینطور است. گفتم: از آن پس شرط مراقبت و احترام را نسبت به آرامگاه آنان به جای آورده و همان رفتاری را که در خور ارواح مقدس است درباره آنها معمول خواهیم داشت، در حق آنهایی هم که به شرافت و نیکنامی زیست کرده و بعد به علت پیری یا هر علت دیگری درگذشته باشند همان آیین را رعایت خواهیم نمود. گفت: شرط عدل همین است. گفتم: اکنون ببینیم که سربازان ما با دشمن چگونه باید رفتار کنند. گفت: از چه حیث؟ گفتم: اول موضوع اسارت را در نظر بگیریم. آیا سزاوار است که شهرهای یونان افراد یونانی را به اسارت برند؟ آیا صلاح نیست که آن شهرها حتی المقدور شهرهای دیگر را هم از این کار منع کنند تا حرمت نژاد یونانی محفوظ بماند؟ و به وسیله این تدبیر عاقلانه از استیلای اقوام غیر متمدن بر نژاد یونانی جلوگیری شود. گفت: محافظت نژاد یونانی از هر حیث کمال اهمیت را دارد. گفتم: پس ما خود بنده یونانی نخواهیم داشت و به یونانیان دیگر هم سفارش خواهیم کرد که به ما تأثیر نمایند. گفت: عقیده من هم همین است. اگر آنان پندار ما را بپذیرند از جنگ با یکدیگر پرهیز و در عوض با اقوام غیر متمدن ستیزه خواهند کرد. گفتم: آیا به نظر تو تاراج دارایی مردگان پس از پیروزی پرانتز باز البته به غیر از اسلحه آنها پرانتز بسته رسم پسندیده است؟ آیا برای سربازان ترسو این بهانه خوبی نیست که به طرف دشمن نروند و بر روی جنازه‌ای خم شده چنان وانمود کنند که وظیفه لازمی را انجام می‌دهند؟ به علاوه این گونه چپاول در گذشته بسی لشکرها را به هلاکت رسانیده است. گفت: همینطور است. گفتم: آیا به نظر تو برهنه کردن مرده و طمع به مال او رذالت نیست؟ چرا انسان رفتاری را که نسبت به دشمن رواست با جنازه او معمول دارد و حالان که دشمن از میان رفته و چیزی جز آلت حرب باقی نگذاشته است؟ الحق این کار دلیل کوته فکری و در خور زنان است و کسی که چنین کند مثل سگی است که سنگی بر او پرتاب کنند و او بدون توجه به ضارب به سنگ حمله کند. آیا به نظر تو فرقی بین این دو مورد هست؟ گفت: نه، فرقی نیست. گفتم: پس باید از برهنه کردن کشتگان خودداری نمود و به دشمن اجازه داد که اجساد را جمع‌آوری کند؟ گفت: آری، شک نیست که باید چنین کرد. گفتم: همچنین ما اسلحه‌ای را که در میدان جنگ به دست آورده باشیم به معابد نخواهیم برد که به عنوان وقف به دیوار بیاویزیم و مخصوصاً اگر کوچکترین عاطفه‌ای نسبت به سایر یونانی‌ها داشته باشیم این کار را با اسلحه‌ای که از آنها گرفته باشیم نخواهیم کرد، زیرا چنانچه غنایمی را که از خیشاوندان خود گرفته باشیم به معبد بریم ممکن است این عمل حد که حرمت به معبد باشد مگر آنکه از لسان غیب حکم دیگری صادر شود. گفت: درست است. و گفتم: و اما درباره ویران کردن زمین‌های یونان و آتش زدن خانه‌ها به نظر تو سربازان ما با دشمن چگونه باید رفتار کنند؟ گفت: میل دارم نظر تو را در این باب بشنوم. گفتم: نظر من این است که ویران کردن زمین و آتش زدن خانه‌ها نباید مجاز باشد، بلکه سربازان باید به برداشت خرمن سال اکتفا کنند. اگر مایل باشی دلیل آن را هم بیان خواهم کرد.
گفت بسیار مایلم. گفتم به نظر من همین که ما دو کلمه جدا داریم، یکی جنگ یکی آشوب، خود دلیل است بر آنکه وجه امتیازی بین این دو نوع اختلاف هست و به عقیده من این وجه امتیاز از یک طرف خیشاوندی و قومیت و از طرف دیگر اختلاف نژاد و خون است، به این معنی که نزاع اگر بین خیشاوندان بروز کند آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد آن را جنگ خوانند. گفت سخن تو منطقی است. گفتم آیا به نظر تو این هم منطقی است که بگوییم مردم یونان با یکدیگر رابطه خیشاوندی و قومیت دارند و حالان که بین آنها و اقوام غیر متمدن اختلاف نژاد و خون وجود دارد؟ گفت آری درست است. گفتم پس آنگاه که یک طرف مخاصم مردم یونان و طرف دیگر اقوام غیر متمدن باشند، باید گفت که میان آنها جنگ در گرفته است، زیرا از آنجایی که اینان دشمن طبیعی یکدیگرند، اختلافی که بین آنها بروز کند همانا جنگ است. و حالان که اگر یونانی با یونانی طرف شود، باید گفت که اینان دوست طبیعی یکدیگرند، منتها در این مورد یونان مبتلا به مرض و آشوب گردیده و عنوانی که برای این اختلاف باید قائل شویم آشوب است. گفت آری، نظر من در این خصوص با نظر تو یکی است. گفتم بنابراین مقدمه، اگر آنگاه که آشوبی بروز کند و یا در شهر تفرقه افتد، هر طرفی که استارهای طرف دیگر را ویران کند و خانه های او را آتش زند، ملاحظه کن که این اختلاف چه نتایج وخیمی به بار آورده و رفتار طرفین تا چه حد منافی با میهن دوستی خواهد بود، زیرا اگر آنها علاقه به وطن داشتند هرگز راضی به تباهی سرزمین خود که به راستی دایه و مادر آنهاست نمی شدند. اما آنچه عقل حکم می کند این است طرف فاتح خرمن طرف مغلوب را بردارد و طرفین متذکر باشند که همیشه با یکدیگر ستیز نخواهند داشت، بلکه کارشان منجر به آشتی خواهد شد. گفت آری، این طرز فکر به مراتب بیشتر موافق با حس بشریت است. گفتم شهری که تو در صدد تأسیس آن هستی یک شهر یونانی نخواهد بود. گفت چرا؟ گفتم مگر قرار نیست که اهالی آن مردم نیکوکار و مهذبی باشند؟ گفت چرا؟ گفتم آنها به مردم یونان علاقه خواهند داشت، همه کشور یونان را میهن خود خواهند دانست و در دین و آیین یونان شریک خواهند بود. آیا چنین نیست؟ گفت البته همینطور است. گفتم پس اگر با یونانیان نزاع پیدا کنند، نزاعی است که میان خیشاوندان برخاسته و نام آن آشوب است نه جنگ. گفت درست است. گفتم بنابراین نزاع آنها نزاعی است که سرانجام منجر به آشتی می شود. گفت البته. گفتم پس آنها طرف را دوستانه به راه عقل هدایت خواهند کرد و قصد تأدیب آنها را به جایی نخواهند رساند که در صدد اسارت و هلاک به طرف برآیند، زیرا وی را دشمن نمی دانند بلکه دوستی می دانند که تأدیب او ضرورت پیدا کرده است. گفت همینطور است. گفتم اینها چون خود یونانی هستند، کشور یونان را ویران نخواهند ساخت، خانه ها را آتش نخواهند زد، همه سکنه شهر را از مرد و زن و کودک دشمن نخواهند شمرد، بلکه فقط با آن معدودی ستیزه خواهند کرد که موجب بروز اختلاف شده باشند. بنابراین آنان قصد ویرانی سرزمین و تخریب خانه هایی که اکثر ساکنین آن را دوست خود می دانند نخواهند داشت و به محض آنکه افراد بیگناه و ستم دیده مقصرین را وارد به جبران مافات نمودند، آنها هم از ادامه خصومت دست خواهند کشید. گفت تصدیق می کنم که رفتار اهالی شهر ما با طرف منازعه باید همین طور باشد و اگر طرف از اقوام غیر متمدن بود، آن وقت باید همان رفتاری را که اکنون یونانیان با یکدیگر می‌کنند معمول دارند. گفتم پس قانونی قائل می‌شویم به این مضمون که نگهبانان شهر ما باید از ویران کردن زمین و آتش زدن منازل خودداری کنند. گفت صحیح است. به علاوه این را هم مانند قانون‌های سابق در زمره بهترین قوانین محسوب خواهیم نمود. اما ای سقراط، به راستی چنین می‌بینم که اگر تو را در ادامه این بحث آزاد گذارند، هرگز به یاد نمی‌آوری که موضوع دیگری را معوق گذاشتی و به ذکر این تفاصیل پرداختی و آن موضوع همانا طرح اساسی ما و امکان و طریقه عملی ساختن آن است. من تصدیق می‌کنم که اگر طرح ما به مرحله عمل درآید، شهری که بر اساس آن ایجاد شود همه گونه حس خواهد داشت. حتی محسناتی هم از خود بران می افزاییم که تو آن را به حساب نیاوردی، از جمله اینکه سربازان در مقابل دشمن با شجاعت تمام خواهند جنگید، زیرا از آنجایی که یکدیگر را می شناسند، به نام برادر و پدر و پسر می خوانند، حاضر به ترک یکدیگر نخواهند شد.
همچنین اگر زنان را در جنگ شرکت دهیم، خواه آنها را در صف مردان قرار دهیم، خواه جای آنان را در صفی پشت جبهه معین کنیم که باعث ارعاب دشمن شده و در موقع لزوم به جبهه جنگ کمک کنند، در هر حال حضور آنها به نظر من پیروزی سربازان را تضمین خواهد نمود. همچنین این طرح برای زمان صلح هم بسیاری منافع در بر دارد که تو از آن چیزی نگفتی، اما حال که من همه این محسنات و هزاران حسن دیگر را به شرط عملی بودن طرح تصدیق می کنم، دیگر از مزایای طرح چیزی مگو، بلکه بیا سعی کنیم تا برای خود مدلل سازیم که طرح ما عملی است و طریقه عملی ساختن آن از چه قرار است و از بقیه موضوع صرف نظر کنیم. گفتم تو ناگهان رشته سخن من را بریدی بدون آنکه به علل تردید من توجهی کرده باشی. اینک که من به زحمت از دو موج جان به سلامت در برده‌ام، تو شاید بدون آنکه متوجه عمل خود باشی مرا با موج سوم روبرو می‌کنی که از همه هم سنگین‌تر و خطرناک‌تر است. اما وقتی خطر این موج را به چشم و گوش درک کردی، مرا خواهی بخشید و تصدیق خواهی کرد که تردید و ترس من در طرح یک چنین مسئله غیر عادی و قبول مطالعه در اطراف آن بی‌علت نبود. گفت هر قدر تو بیشتر از این قبیل عذرها بیاوری، ما بیشتر مصر خواهیم شد که تو باید طریقه اجرای این طرح را برای ما بیان کنی. پس وارد مطلب شو و ما را بیش از این در انتظار مگذار. گفتم بسیار خوب، اما به یاد آوریم که آنچه بحث ما را به اینجا کشانیده همانا تحقیق در چگونگی عدالت و ظلم است. گفت قبول دارم، اما این چه ربطی به موضوع دارد؟ گفتم هیچ، ولی اگر ما به کیفیت عدالت پی بریم، آیا می‌خواهیم شرط کنیم که شخص عادل بایستی مظهر عین عدالت بوده و سر سوزنی از عدل محض منحرف نشود، یا کافی است بگوییم که وی باید حتی الامکان به عدل صرف نزدیک و بیش از مردم دیگر از این صفت بهره‌مند شود؟ گفت همین شرط اخیر کافی است. گفتم پس اینک خواستار پی بردن به عدل صرف بودیم و می‌خواستیم بدانیم که عادل مطلق به فرض وجود چه نوع فردی است. پرانتز باز و قص الهازا نسبت به ظلم و ظالم مطلق، پرانتز بسته. به این قصد بود که ملاک و نمونهی به دست آوریم. هدف ما این بود که دو فرد نمونه عزیز قرار در نظر گیریم و ببینیم کدام یک از آنان نصیبش در زندگانی سعادت است و کدام یک عکس آن، و سپس در مورد خود به حکم اجبار منطقی چنین نتیجه بگیریم که شخص هر قدر به یکی از آن دو نمونه شبیه تر باشد، نصیب او هم در زندگی بیشتر مثل نصیب همان فرد نمونه است. ولی نمی‌خواستیم ثابت کنیم که آن نمونه ها می‌توانند وجود خارجی هم داشته باشند. گفتم راست است. گفتم اگر یک نقاش نمونه کاملی از زیبایی انسان بسازد و در ترکیب اندام کمال حسن را رعایت نماید، اما نتواند ثابت کند که یک چنین فردی وجود خارجی دارد، آیا به نظر تو از قدر او کاسته می شود؟ گفت به هیچ وجه. گفتم پس در این صورت ما هم نمونه یک شهر کامل را به وسیله کلمات طرح نموده ایم. مگر ما در این مباحثه کار دیگری کردیم؟ گفت نه. گفتم اگر نتوانیم ثابت کنیم که تأسیس شهری که با این نمونه مطابقت داشته باشد امکان پذیر است، آیا از ارزش سخن ما کاسته خواهد شد؟ گفت نه، هیچ کاسته نخواهد شد. گفتم پس حقیقت مطلب همین است، اما اگر باز هم از من انتظار داری که برای رضایت خاطر تو توضیح دهم که تأسیس یک چنین شهری به چه طرز و تا چه حد امکان پذیر است، در آن صورت تو هم به سهم خود باید برای پیشرفت این مباحثه نکاتی را مجدداً تصدیق کنی. گفت چه نکاتی؟ گفتم آیا همانطور که هر چیز را میتوان به خوبی بیان کرد، به همان خوبی هم میتوان جامعه عمل بر آن پوشانید، دیگران هر چه میخواهند بگویند. اما به عقیده من برای ادای حق هر چیزی عمل طبعا نارساتر از بیان است. آیا تو با من موافق هستی؟ گفت آری. گفتم پس از من توقع نداشته باش که آنچه را که ضمن مباحثه بیان کردم از هر حیث جامعه عمل هم بپوشانم، بلکه اگر همینقدر در بیان این مطلب موفق شوم که به چه طریق میتوان شهری تأسیس کرد که حتی المقدور به هدف ما نزدیک باشد، در آن صورت تصدیق کن که من تقاضای تو را انجام داده و همانطور که از من خواستی عملی بودن طرح تأسیس شهر را ثابت کردم. آیا تو به یک چنین نتیجه اکتفا نخواهی کرد؟ من که به سهم خود به همین قانع خواهم بود. گفت من نیز به همین اکتفا می کنم. گفتم پس ظاهراً باید اکنون به پژوهش و توضیح این مطلب بپردازیم که چه معایبی در شهرهای امروزی وجود دارد که مانع حسن اداره
آنها است و چه تغییری در وضع آنها لازم است تا با طرح اساسی شهر ما تطبیق کند. ضمناً در مورد تغییرات هم حداقل را در نظر گیریم، یعنی به یک یا دو نکته اکتفا کنیم یا در هر حال تغییراتی که قائل می شویم از چند فقره تجاوز ننموده و زیاد هم دامنه دار نباشد. گفت درست است. گفتم به عقیده من یک تغییر کافی است که ماهیت این شهر را به کلی دگرگون کند. البته موضوع این تغییر نه کوچک است نه آسان، ولی امکان پذیر هست. گفت آن تعبیر کدام است؟ گفتم اینک من به مطلبی رسیدم که آن را به بزرگترین موج تشبیه نمودیم. اینجاست که باید عقیده خود را بگوییم، ولو موجی از استهزا بر سر من فرو ریزد و مرا به فشار خنده و تمسخر از پای درآورد و به سخن من خوب توجه کن. گفت بگو. گفتم ای گلاکون عزیزم، مفاسدی که شهرها را تباه می کند، بلکه به عقیده من به طور کلی مفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد یافت، مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که همکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به راستی و جدن در سرک فلاسفه درآیند و نیروهای سیاسی با حکمت توامن در فرد واحد جمع شود و از طرفی هم به موجب قانون سختی کسانی که منحصراً یکی از این دو رشته را تعقیب می کنند از دخالت در اداره امور ممنوع گردند. تا این شرایط انجام نشود هرگز ممکن نیست طرحی که ما در ضمن این مباحثه در نظر گرفتیم از مرحله امکان بگذرد و پا به عرصه وجود نهد. این بود مطلبی که من از مدتی پیش می‌خواستم بگویم، ولی در اظهار آن تردید داشتم، زیرا پیش‌بینی می‌کردم که این فکر تا چه حد با عقاید جاری منافی و توجیه اینکه سعادت عمومی و خصوصی فقط با اجرای طرح ما میسر خواهد بود چقدر دشوار است. گفت ای سقراط، چه سخنی گفتی، چه مطلبی عنوان کردی؟ منتظر باش که با شنیدن سخنان تو بسیاری مردم، آن هم نه مردم بی سر و پا، با شتاب تمام جامعه از تن برآورند و هر چه را در دسترس پیدا کنند برداشته و با تمام قوا به تو حمله کنند تا کار تو را بسازند. آنگاه اگر تو نتوانی حمله آنان را به کمک منطق دفع و گریبان خود را از چنگ آنها رها کنی، چنان تو را ریشخند خواهند کرد که سزای بیباکی خود را خواهی دید. گفتم آیا این تقصیر تو نیست؟ گفت چرا، اما من از تقصیر خود پشیمان نیستم و به تو اطمینان می‌دهم که تو را تنها نخواهم گذاشت، بلکه تا آنجا که از دستم برآید به وسیله دعای خیر و تشویق به تو یاری خواهم کرد. شاید هم بتوانم جواب سوالات تو را بهتر از دیگران بگویم. پس خوب است به پشتگرمی این کمک بکوشی تا بلکه حقانیت خود را در برابر منکران ثابت کنی. گفتم آری، حال که می توانم به پشتیبانی تو دل قوی دارم باید کوشش خود را به کار برم. اما اگر بخواهیم از چنگ مخالفینی که گفتی فرار کنیم، لازم است برای آنها توضیح دهیم که این فلاسفه‌ای که به جرأت مدعی هستیم که حکومت را باید به آنها واگذار نمود چگونه مردمانی هستند، تا پس از فراغت از تعریف آنها بتوانیم از خود دفاع کرده و مدلل سازیم که بعضی اشخاص را طبیعت طوری خلق کرده که اشتغال به فلسفه و حکومت کار آنهاست و بعضی دیگر را نوعی ساخته است که باید از حکمت بپرهیزند و به اطاعت اوامر فرمانداران اکتفا کنند. گفت توضیح این مطلب بسیار به موقع خواهد بود. گفتم پس همراه من بیا، شاید بتوانم در این باب تو را خوب هدایت کنم. گفت همراه تو هستم. گفتم آیا لازم است به تو یادآوری کنم یا خود این نکته را به خاطر داری که وقتی میگویند فلان کس عاشق فلان چیز است، اگر این اصطلاح را به جا استعمال کرده باشند باید معلوم کنند که آن شخص به تمام آن چیزها علاقه دارد، نه فقط به قسمتی از آن، با مستثنا نمودن قسمت‌های دیگر. گفت گمان می‌کنم بهتر است موضوع را به من یادآوری کنیم، زیرا مطلب درست به خاطرم نیست. گفتم ای گلاکون عزیز، اگر این سخن را دیگری میگفت قابل اغماز بود، اما کسی که در فن عشق استاد است قطعا باید بداند که اشخاصی که یا عاشقند یا مستعد عاشقی، از دیدن هر کس که در عنفوان جوانی باشد دلباخته و پریشان حال میشوند و جاذبه جوانی را لایق علاقه و محبت خود میدانند. مگر رفتار شما با پسران جوان و زیبا غیر از این است؟ اگر یکی از آنها
بینی پهنی داشته باشد میگویید بینی او ملاحت دارد. اگر بینی او عقابی باشد میگویید شاهانه است. و اگر بین آن دو نوع باشد میگویید تناسب بینی وی کامل است. اگر پسری رنگ گندمگون داشته باشد میگویید چهره مردانه دارد. و اگر سفید رو باشد میگویید فرزند خدایان است. همچنین این که رنگ پریده را به عسل تشبیه می کنید پیداست که این تشبیه از عاشقی است که می خواهد عیب معشوق را بپوشاند و در نظر او رنگ پریدگی عیب نیست، به شرط آنکه صفت رخساره جوان باشد. خلاصه آنکه شما از هیچ کسی که در عنفوان جوانی باشد رو بر نمی گردانید، بلکه برای توجیه علاقه خود به همه آنها هر نوع بهانه به کار می برید و به هر نوایی دست می زنید. گفت اگر میخواهی مرا نمونه عاشقان قرار دهی من به خاطر بحث حرفی ندارم. گفتم همچنین است حال کسانی که به شراب علاقه دارند، زیرا با کمال میل از هر نوع شرابی به بهانه استقبال میکنند. گفتم حال طالبان جاه و مقام هم همین است. اینان اگر نتوانند بر یک قبیله تمام ریاست کنند، ریاست بر یک ثلث قبیله را کافی میشمارند و اگر نتوانند نظر متنفذین و محترمین را به خود جلب کنند، به حسن ظن مرعوسین و فرومایگان قناعت می کنند، زیرا منظور آنها جلب نظر دیگران است، به هر کیفیت که باشد. گفت راست است. گفتم بگو ببینم وقتی که می گویند فلان کس طالب فلان چیز است، آیا باید چنین فهمید که وی طالب تمام آن چیز است یا قسمتی از آن را طالب است و قسمتی را طالب نیست؟ گفت باید او را طالب تمام آن چیز دانست. گفتم آیا درباره فیلسوف یا دوستدار حکمت نمیتوان گفت که وی نیز طالب کل حکمت است، نه اینکه قسمتی از آن را طالب باشد و قسمتی را طالب نباشد؟ گفت همینطور است. گفتم پس اگر کسی از اشتغال به تحصیل علم اکراه داشته باشد، خاصه در صورتی که جوان باشد و هنوز سود را از زیان تمیز ندهد، ما نمیتوانیم وی را عاشق علم و حکمت بدانیم. همانطور که اگر کسی از خوردن اکراه داشته باشد نمیتوانیم وی را گرسنه یا طالب غذا بدانیم، بلکه باید بگوییم که نسبت به خوردن بی علاقه است. گفت حکم عقل همین است. گفتم اما اگر کسی به هر نوع علم ذوق داشته و به طیب خاطر بدون احساس خستگی در پی کسب دانش برود، آیا نمیتوان حقا او را دوستدار حکمت یا فیلسوف خواند؟ در این باب چه نظر داری؟ گفت اگر چنان باشد که تو میگویی، پس بسیاری مردم، حتی مردمی عجیب، مشمول این تعریف میشوند. مثلا به نظر من کسانی که شایق تماشای هر منظره‌ای هستند، چون مایلند که بدین وسیله چیزی بیاموزند مشمول می شوند. همچنین علاقمندان به صوت، و حالان که اطلاق عنوان فیلسوف به این اشخاص کار بسیار غریبی است، زیرا اینان هرگز از روی میل در مجالس سخنرانی یا گفتگوی مثل همین گفتگو حاضر نمی شوند، اما به خاطر شنیدن سرودهای جمعی به هر سو می دوند و از شرکت در جشنهای آوازخوانی که به افتخار رب و نوع شراب گرفته می شود، خواه در شهر باشد خواه خارج از شهر، هرگز غافل نمی شوند. گویی گوششان را برای شنیدن آن سرودها کرایه دادند. حال آیا همه این مردمان و کسانی که به چنین موضوعات ناقابل و هنرهای بیهوده توجه دارند به عقیده تو مستحق عنوان فیلسوف هستند؟ گفتم به هیچ وجه مستحق این عنوان نیستند، زیرا اینها فقط ظاهر فیلسوف را دارند. گفت پس به عقیده تو فلاسفه حقیقی کدامند؟ گفتم کسانی که به تفکر در باب حقیقت علاقه دارند. گفت این البته درست است، ولی بهتر است منظور خود را واضح‌تر بیان کنی. گفتم تفهیم این موضوع به دیگران آسان نیست، اما شاید تو این نکته را تصدیق کنی. گفت چه نکته ای؟ گفتم چون زیبا و زشت ضد یکدیگرند پس دو چیزند. گفت البته. گفتم چون دو چیزند پس هر یک از آنها یکیست. گفت این را قبول می کنم. گفتم درباره عادل و ظالم هم همین بیان صادق است، همچنین درباره خوب و بد و مفاهیم دیگر به این معنی که هر کدام از آنها فی حد ذاته واحدی است، منتها چون این مفاهیم همواره با افعال یا اجسام یا با یکدیگر توأم می باشند به هزاران شکل جلوه می کنند و ظاهر آنها حاکی از کثرت است. گفت راست است. گفتم اینک تفکیکی که من قائل می شوم بر این اساس است: یک دسته کسانی هستند که هم اکنون ذکر کردیم، یعنی علاقمندان به تماشای مناظر و هنردوستان و مردان عمل، و دسته دیگر اشخاصی هستند که در این بحث ما با آنها نظر داریم و نام فیلسوف حقا فقط درباره آنان صادق است.
گفت منظورت را روشنتر بیان کن. گفتم دوستداران اصوات و مناظر از صداها و رنگها و اشکال زیبا و همه آثاری که از چنین اجزایی ترکیب یافته باشند لذت میبرند، اما فهم آنان از ادراک و تحسین زیبای مجرد عاجز است. گفت راست است. گفتم اما کسانی که بتوانند به مقام زیبایی فی حد ذاته پی برده و حقیقت آن را مشاهده کنند کمیابند، آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اگر کسی وجود چیزهای زیبا را تصدیق کند ولی منکر وجود زیبایی مجرد باشد و استدلال دیگران را هم در توضیح زیبایی مجرد درک نکند، آیا به عقیده تو زندگی چنین شخصی زندگی حقیقی است یا رویایی بیش نیست؟ متوجه باش که مفهوم کلمه رویا چه چیز است. آیا این نیست که انسان چه در خواب چه در بیداری چیزی را که شبیه به چیز دیگری است به جای اصل بگیرد و متوجه نشود که فقط شبیه آن است؟ گفت به نظر من معنی رویا همین است. گفتم اما برعکس، آن کسی که وجود زیبایی مطلق را تصدیق کند و در عین حال هم این زیبایی و هم محسوساتی را که از آن بهره دارند درک کند و چیزهای زیبا را به جای زیبایی مجرد یا زیبایی مجرد را به جای چیزهای زیبا نگیرد، آیا به نظر تو زندگی وی زندگی حقیقی است یا رویا؟ گفت به یقین زندگی حقیقی است. گفتم پس آیا نمیتوان گفت که ادراک این شخص در خور عنوان علم است و ادراک آن دیگری که به ظاهر حکم میکند فقط وهم و پندار است؟ گفت همینطور است. گفتم اما اگر این شخص که ما او را فاقد علم میدانیم و میگوییم که فقط اهل پندار است بر ما خشم گیرد و سخن ما را انکار کند، آیا میتوانیم به طریق مسالمت‌آمیز او را آرام و متقاعد کنیم و ضمناً به روی او نیاوریم که فکرش علیل است؟ گفت این وظیفه ماست. گفتم پس ملاحظه کن که چه میتوانیم به او بگوییم، یا اگر بخواهیم ممکن است سوالاتی از او بکنیم و به او اطمینان دهیم که اگر او صاحب علم است ما به علم او حسد نمیورزیم، بلکه از اینکه وی از علم بهره دارد خوشوقت هم هستیم. من از او اینطور سوال خواهم کرد، آیا دانا علم به چیزی دارد یا ندارد؟ ای گلاکون خوب است تو به جای او جواب دهی. گفت جواب من این است که علم به چیزی دارد. گفتم علم به چیزی موجود یا به چیزی غیر موجود؟ گفت البته علم به شیء موجود، زیرا نسبت به آنچه وجود نداشته باشد چگونه میتوان علم داشت؟ گفتم پس از هر نقطه نظری که قضاوت نماییم این نکته بر ما مسلم است که نسبت به آنچه مطلقاً وجود داشته باشد میتوان مطلقاً علم داشت، ولی نسبت به آنچه اصولاً وجود نداشته باشد به هیچ وجه نمیتوان علم داشت. گفت در این تردیدی نیست. گفتم بسیار خوب، اما اگر چیزی یافت شود که در عین حال هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد، آیا آن چیز را نمیتوان واسطه بین وجود مطلق و عدم صرف دانست؟ گفت چرا؟ گفتم پس علم محمول بر وجود است و جهل محمول بر عدم، اما ممکن است واسطه هم بین آن دو، یعنی بین جهل و علم وجود داشته باشد و ما باید ببینیم که چنین واسطه هست یا نه. گفت البته. گفتم آیا ما برای پندار وجود خارجی قائلیم؟ گفت البته. گفتم آیا قوه پندار از قوه علم جداست یا همان است؟ گفت قوه ایست جدا. گفتم پس موضوع پندار یک چیز است و موضوع علم چیز دیگری و هر کدام از آنها ناشی از قوه ایست جدا؟ گفت آری. گفتم مگر علم که محمول بر وجود است موضوعش ادراک کیفیت وجود نیست؟ اما بهتر است اول تفکیکی قائل شویم. گفت چه تفکیکی؟ گفتم ما میگوییم که قوه عبارت است از آن چنان نیرویی که انسان یا هر عامل دیگری توانایی خود را در هر کاری مدیون آن است. مثلا حس باصره و حس سامعه را من از جمله قوا می دانم. آیا منظور مرا از این اصطلاح کلی درک می کنی؟ گفت آری درک می کنم. گفتم پس گوش کن تا بگویم که من درباره قوا چه نظری دارم. در این قوا من نه رنگ مشاهده می کنم، نه شکل و نه هیچ یک از صفاتی که در بسیاری چیزها موجود است، و با توجه به آن صفات من می توانم اشیاء را در ذهن خود از یکدیگر تمیز دهم. در مورد این قوا من فقط توجه به موضوع و آثار آن را دارم و بر همین اساس است که برای هر یک از آنها نامی قائل شده و آنهایی را که موضوع و آثار واحد
دارند قوه واحد میخوانم و آنهایی را که موضوع و آثار مختلف دارند قوای مختلف میدارم. اما رفتار تو چگونه است؟ گفت از همین قرار. گفتم اکنون ای دوست عزیز برگردیم به موضوع، آیا علم را از جمله قوا میدانی یا مرتبه دیگری برای آن قائلی؟ گفت از جمله قواست و توانایی آن هم از همه بیشتر است. گفتم پندار چطور؟ آیا آن هم قوه است یا باید آن را از نوع دیگری بدانیم؟ گفت نه، یقینا از نوع دیگری نیست، بلکه قوه است که ما به وسیله آن حکم به ظاهر می کنیم. گفتم اما تو لحظه پیش تصدیق کردی که علم و پندار یکی نیستند. گفت آری، مگر ممکن است مرد خردمند چیزی را که خطا در آن راه ندارد با خلاف آن مساوی بداند؟ گفتم بنابراین پیدا است که ما در این باب که علم و پندار متفاوتن هم عقیده هستیم. گفت آری. گفتم پس هر یک از آنها طبعا اثر و موضوع جداگانه دارد؟ گفت البته. گفتم اما موضوع علم همانا وجود و درک چگونگی آن است؟ گفت آری. گفتم اما پندار فقط ظواهر را درک می کند؟ گفت آری. گفتم آیا آنچه پندار درک می کند همان است که علم درک می کند؟ آیا شیء واحد ممکن است در آن واحد هم موضوع علم قرار گیرد هم موضوع پندار، یا چنین چیزی غیر ممکن است؟ گفت به حکم اصولی که تصدیق نمودیم این غیر ممکن است، زیرا اگر بیان ما صحیح باشد که قوا طبعا موضوعهای جدا دارند و علم و پندار هر دو از جمله قوا بوده و از یکدیگر متمایزند، پس نتیجه این است که شیء واحد نمیتواند در آن واحد هم موضوع علم باشد هم موضوع پندار. گفتم پس اگر موضوع علم را وجود بدانیم موضوع پندار چیزی غیر از وجود است؟ گفت آری. گفتم آیا موضوعش عدم است یا ممکن نیست که موضوع پندار عدم صرف باشد؟ درست بیندیش، مگر پندار شخص مربوط به شیء معینی نیست؟ مگر ممکن است که پندار مربوط به هیچ باشد؟ گفت ممکن نیست. گفتم پندار انسان مربوط به شیء معینی است؟ گفت آری. گفتم اما عدم که شیء نیست، بلکه اگر درست بگوییم هیچ است؟ گفت البته. گفتم پس ما ناچار بودیم از اینکه جهل را بر عدم و علم را بر وجود حمل کنیم؟ گفت درست است. گفتم بنابر این موضوع پندار نه وجود است نه عدم؟ گفت نه. گفتم پس پندار نه جهل میتواند بود نه علم؟ گفت این به نظر من صحیح است. گفتم پس آیا پندار چیزی است خارج از علم و جهل؟ آیا روشنایی آن از روشنایی علم بالاتر یا تاریکی آن از تاریکی جهل بیشتر است؟ گفت نه. گفتم آیا درستر نیست که بگوییم پندار از علم تاریکتر و از جهل روشنتر است؟ گفت آری، این بسیار بیان درستی. گفتم پس آیا جای آن میان دو سرحد است؟ گفت آری. گفتم پس پندار واسطه است میان این یک و آن یک؟ گفت آری. گفتم مگر ما پیش از این نگفتیم که اگر چیزی یافت شود که در آن واحد هم وجود داشته باشد و هم نداشته باشد، آن چیز واسطه میان وجود مطلق و عدم صرف است و نه موضوع علم میتواند بود نه موضوع جهل، بلکه موضوع قوه است بین جهل و علم؟ گفت این که گفتیم درست هم بود. گفتم پس اینک معلوم شد که این قوه بینابین همان چیزی است که ما آن را پندار می‌نامیم؟ گفت آری. گفتم اکنون آنچه باقی مانده پیدا کردن چیزی است که هم از وجود بهره داشته باشد هم از عدم، یا به عبارت بهتر نه این باشد نه آن. اگر ما چنین چیزی پیدا کنیم می توانیم آن را حقا موضوع پندار بدانیم، به این معنی که آنچه را که متعلق به دو سرحد وجود و عدم باشد به قوای مخصوص آن دو حد منسوب خواهیم نمود، و آنچه را که مربوط به میانه باشد به قوه میان آن دو. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم پس حال که این را معلوم کردیم هنگام آن است که مدعی ارجمند ما سخن گوید و جواب ما را بدهد، همان مدعی که وجود زیبایی مجرد را منکر است و جمال حقیقی ابدی و لایتغیر را باور ندارد و فقط چیزهای زیبا را که در منتهای تکثر است قبول دارد. کجاست آن دوست داره مناظر که حاضر نیست با وی از وحدت زیبایی یا وحدت عدل یا وحدت حقایق دیگر سخن گویند؟ اگر اینجا بود از اون میپرسیدم که ای مرد بزرگوار، آیا از این همه چیزهای زیبا یکی را سراغ داری که از جهتی زشت نباشد؟ آیا از همه اعمال عادلانه یکی هست که از جهتی آمیخته به ظلم نباشد؟ آیا از همه مقدسات یکی را سراغ داری که از جهتی آلوده نباشد و قصه لحاظا؟ گفت نه، هر چیز زیبا ناچار از جهتی نازیباست، همچنین از حکم همه چیزهای دیگر که گفتی. گفتم آیا نه این است که مقدار دو برابر را همانطور که به یک اعتبار دو برابر می‌دانیم به اعتبار دیگر می‌توانیم نصف تلقی کنیم؟ گفت چرا. گفتم همچنین وقتی که چیزهایی را بزرگ یا کوچک و سبک یا سنگین می‌خوانیم، آیا یکی از این ازداد
بیش از دیگری درباره آنها صادق است؟ گفت نه، بلکه در آن واحد میتوان هر دو صفت را درباره هر یک از این چیزها قائل شد. گفتم پس اگر ما درباره یکی از اشیاء عالم کثرت فلان صفت را قائل شویم، آیا این دلیل است که بر آنکه شیء مزبور مطلقاً دارای آن صفت و فاقد صفت مخالف است؟ گفت این سؤال تو شبیه است به لغزهایی که سر سفره میگویند و یا آن معمای معروفی که از کودکان درباره خواجه و خفاش میپرسند که خواجه با چه چیز خفاش را زد و خفاش کجا نشسته بود. در اینجا زیرنویس داریم. مضمون معما این است: مردی که مرد نبود، پرنده ای را که پرنده نبود و روی شاخ درختی که درخت نبود نشسته بود دید و ندید و او را با سنگی که سنگ نبود زد و نزد. جواب معما این است: خواجه یک چشم خواست خفاشی را که روی بتی نشسته بود با سنگ پا بزند، اما نتوانست. ادامه مطلب: زیرا اشیایی هم که در عالم کثرت دیده می شوند حکم معما دارد، یعنی درباره آن نمی توان مطلقاً گفت که از مقوله وجود است یا عدم، یا در این حال هم موجود است هم معدوم، یا نه موجود است نه معدوم. گفتم پس می دانی که تکلیف این اشیا چیست؟ چه بهتر از این که آنها را بین وجود و عدم جای دهیم، زیرا تاریکی آنها از تاریکی عدم بیشتر نیست تا بتوان گفت که از عدم معدوم ترند و روشنی آنها هم از روشنی وجود بیشتر نیست تا بتوان گفت که از وجود موجود ترند. گفت بسیار درست است. گفتم پس ظاهرا ما به این نتیجه رسیده ایم که آنچه عامه درباره زیبایی و مفاهیم دیگر می اندیشند تصورات گوناگون و بی‌ثبات است که گویی در فضای بین عدم صرف و وجود مطلق در نوسان است. گفت درست است. گفتم اما ما پیش از این دریافتیم که اگر چنین چیزهایی پیدا شود باید آن را موضوع پندار بدانیم نه موضوع علم، زیرا موجودات عالم بی ثبات که بین دو سرحد وجود و عدم جا دارد به وسیله همان قوه بینابین درک می شود. گفت آری. گفتم پس درباره آنهایی که چیزهای زیبای عالم کثرت را می بینند ولی زیبایی مطلق را مشاهده نمی کنند و از فهم بیان دیگران هم که می خواهند آنان را به درک زیبایی مجرد هدایت کنند عاجزند، و یا کسانی که اعمال عادلانه را در عالم کثرت ملاحظه می کنند ولی عدل مطلق را مشاهده نمی نمایند و قص علی هذا، باید چنین گوییم که معتقدات اینان پندار است و بس و علم به موضوع ندارند. گفت قهرن به این نتیجه می رسیم. گفتم اما درباره آنان که ناظر به حقایق ابدی و لایتغیر هستند چه باید گفت؟ آیا نه این است که اینان از پندار گذشته و به علم رسیدند؟ گفت این نیز قهریست. گفتم آیا نمیتوان گفت که این دسته علاقه و عشق به چیزی دارند که موضوع علم است و آن دسته به موضوع پندار؟ شاید به خاطر داشته باشی که گفتیم این دسته اخیر از الهان خوش و رنگهای زیبا و نظایر آن لذت میبرند اما زیر بار قبول زیبایی مطلق نمیروند. گفت آری به خاطر دارم. گفتم پس اگر اینها را عاشق پندار بدانیم و نه فیلسوف یا دوستدار حکمت، آیا خطایی مرتکب شده ایم و آنان از این نظر ما خشمگین خواهند شد؟ گفت اگر آنها به پند من گوش دهند، عقیده من این است که انسان نباید از شنیدن حقیقت خشمگین شود. گفتم اما آنهایی که علاقه به وجود حقیقی دارند فیلسوفند نه اهل پندار. گفت راست است. صفحه 329 و پایان کتاب پنجم.